بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر عرض میکنم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند، همراهان همیشگی شبکه تلویزیونی ورزش. من مهدی ستونچی هستم و اینجا برنامه شبهای فوتبالی است که باز هم با افتخار احترام تقدیم میکنیم به همه اون دسته از عزیزان و علاقمندان و فوتبال دوستانی که برنامه ریزی کردن. تو مسیر داشتم میومدم، خب ساعت 19 است و البته که کل شهر تهران ترافیک بود. یه جا ماشین رو پارک کردم، یه دونه موتور گرفتم، به موقع خودم رو رسوندم. قابل توجه اون دسته از عزیزان و علاقمندانی که خب عمدتاً در سطح شهر کار خاصی ندارن، برای اینکه دلشون از توی منزل میان بیرون، میگن آقا بریم یه دوری بزنیم، یه حال و هوایی عوض کنیم، اون دلمون باز شه. خدمتتون عرض کنم که شبکه تلویزیونی ورزش 24 ساعته برنامه داره، چه به صورت زنده و چه به صورت تولیدی و تأمینی. اتفاقا آقای امیر قلعه‌نویی سرمربی محترم تیم ملی فوتبال کشورمون هم در مصاحبه اخیرشون اشاره کردن که آقا من حوالی ساعت 7 و ربع یه ربع که بیدار میشم شبکه ورزش رو تماشا میکنم، خلاصه رقابت‌هایی که عمدتاً از این شبکه پخش میشه. بنابراین این توضیح رو دادم که بگم آقا شبکه تلویزیونی ورزش که زنده ترین شبکه حال حاضر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هست، چون دائما داریم پخش زنده تقدیم شما میکنیم، رویدادهای مختلف از داخلی و خارجی، فرصت مناسبی است که توی منزل بمونید کنار خانواده و ما رو تماشا کنید. بله، تقابل صدر و قعر جدول، دربی شمال که به حال حواشی خاص خودش رو هم داشت و البته آقای مازیار زاره مدعی بودن که آقا 10% باید هوادارشون بیان. البته که حرف درستی است، ولی 10% از کل استادیوم نه، 10% از بلیت فروشی. بعدش آقای شاهرخ بیانی اومدن مصاحبه کردن که آقا آقای زاره اومده 10% از کل استادیوم مثلا هوادارا اومدن و مثلا حرفی که زدن و خواسته که داشتن به کرسی نشسته است پشتشون به کی گرم است، نکنه وزیر محترم ورزش و جوانانهای دنیا مالکی مقطعی تو ملوان بودن. به هر حال میگم فوتبال فراگیره و اتفاقی که توش میفته از جنبه‌های مختلف میشه تحلیل و بررسی کرد. به نظر من در کشور ما بیشتر از متن حواشی جذاب است برای کسایی که علاقمند به فوتبال هستن و این صحبتایی که عمدتاً چه قبل چه در حین و بعد از رقابت و مسابقه بازتاب پیدا میکنه. ما در مورد هفته هفتم که تمام بازی‌هاش به پایان رسیده تک به تک بررسی خواهیم کرد. اتفاقا بازی بعدی استقلال خوزستان و سپاهانه، سپاهانی که 1-0 موفق شد استقلال خوزستان رو از پیش رو برداره. اینجوری بگم، خارجی‌های استقلال خوزستان که فصل قبل هم خوب بودن الان هم خوبن، خارجی‌های سپاهان هم انگار که روی غلطک افتادن، خوب شدن، با فضای فوتبال ایران عجین شدن و کلن خارجی های دو تیم عمل کرده قابل دفاعی داشتن. اینم از این. سپاهان طبق جدول ما جدول و تابلو نتایج هم همیشه داریم، امشب هم احتمالاً خواهیم داشت. آره، میتونیم ببینیم که سپاهان بعد از این برد صدرنشین شد. تابلو نتایج رو کامل داشته باشیم. شمس‌آذر قزوین 1-0 موفق شد، میدونی که تو سه روز مختلف هفته هفتم برگزار شد، 4 بازی، بعد یه 3 بازی و بعد یه تک بازی. شمس‌آذر قزوین 1-0 موفق شد مثل رفسنجان رو در هفته هفتم شکست بده. نساجی مازندران و ملوان عرض کردم در دربی شمال به تساوی 1-1 رسیدن. آلبینیوم عراک پرگل ترین بازی هفته هفتم سهم عراکی ها بود، موفق شد زباهن رو از پیش رو برداره. خیبر خرم‌آباد و گلگهر سیرجان به تساوی 0-0 رضایت دادن و البته که پرسپولیس هم موفق شد تو روز دوم رقابت‌های هفته هفتم 3 بازی پیگیری شد که پرسپولیس 1-0 چادرمرو اردکان رو در تختی استادیوم تختی شرق تهران شکست داد. سپاهان 1-0 استقلال خوزستان رو که عرض کردم با این پیروزی صدرنشین شد و پرسپولیس البته 1 بازی کمتر داره، 14 امتیازی جدول رو می‌بینید. هوادارم به استقلال بازی خودش رو واگذار کرد، اونم 2-1. در آخرین بازی هفته هفتم هم تراکتور و فولاد به مسافه هم رفتن که شاگردان یحیی گل محمدی دست بالاتر رو داشتن، 2-1 برنده شدن. بریم تابلو نتایج رو بررسی کنیم، جدول رده‌بندی رو بررسی کنیم. ملوان فوق‌العاده نتیجه گرفته، پیشتر هم گفتم، برنامه‌های قبلی هم گفتم، انتظار از تراکتور، سپاهان، پرسپولیس، فولاد خب هست. چرا؟ چون در بازار نقل و انتقالاتی ستاره خریدن، هزینه کردن،
اما ملوان با مازیار زاره و یک سری جوان، درسته که تک ستارهای مثل امید نورافکن هم دارد، اما تیم محوره با بازیکنهای جوان. الان عرض به خدمت شما که خدمت شما عرض کنم که صدر جدول رو به دست آوردن. دوستان میگن یه مشکل فنی به وجود اومد، جدول رو درست میکنیم، ادامهش نیمه دوم جدول رو تقریبا بررسی خواهیم کرد. حتما در مورد تیم ملی فوتبال کشورمون صحبت میکنیم. این که دوشنبه ملی پوشای ما جمع شدن، امروز سه‌شنبه رفتن به تاشکند، یه بازی بسیار بسیار مهم و حساس مقابل ازبکستان داریم، دو تیم شش امتیازی. این بازی واقعا از هر زاویه‌ای که بخوایم بهش نگاه کنید مهم و حساس است و امیدوار هستیم که برنده بازی ما باشیم. در راستای بازی بعدیمون که با قطر است و قرار بود در مشهد برگزار بشود هم سه موضوع یا سه تحلیل وجود داره. اولیش این که خب ما همونجا میزبان باشیم، دومیش این که نه در ازبکستان میزبان باشیم، یعنی قطری حالا که ما رفتیم در ازبکستان قراره که بازی کنیم در تاشکند، قطری ها بیان اونجا یه تعاملی شکل بگیره اونجا بازی برگزار بشه. سومین حالت هم اینه که آقا دیپلماسی ورزشی که عمدتا ما نداریم، به قطری ها بگیم آقا بازی برگشت خرداد بود، شما بیاین مثلا ما بیایم اونجا تو قطر بازی کنیم، بعدن مثلا خرداد ما میزبان باشیم. خارج از این سوالات نیست، بعد منتظر باشیم ببینیم مدیران زحمتکش ورزش کشورمون بالاخره به چه جمع‌بندی خواهند رسید. در مورد رأی عجیب و غریب باشگاه پرسپولیس و دروازه‌بان سابق آقای بیرانوند هم صحبت خواهیم کرد. البته که این نکته رو بگم، از نظر حواشی چون کارشناسا و پیشکسوتای قدیمی فوتبال میگن آقا یه بازیکن مگه چقدر اهمیت داره، حرف درستی است، اما حواشی پیرامون رأی که صادر شده عجیب و غریبه. 20 میلیارد 4 ماه تعلیقی. خلاصه بازی سپاهان استقلال خوزستان رو ببینیم، برمیگردیم. خیلی متشکرم از اینکه همچنان شب‌های فوتبالی رو تماشا می‌کنید. مجدداً عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت اون دسته از عزیزانی که از این لحظه ما رو تماشا میکنن. ساعت 19 و 20 دقیقه است، یه سلوش 20 دقیقه از زمان برنامه گذشته و ما دو تا خلاصه بازی از هفته هفتم رو تقدیمتون کردیم. نساجی ملوان، استقلال خوزستان، سپاهان. حتما در ادامه در مورد، بازم تاکید میکنم، رأی عجیب و غریب کمیته انضباطی که آقای حسنزاده، من بعضا البته ایشونو من تو قاب تلویزیون دیدم و تو بخش‌های مختلف خبری اومدن صحبت کردن، تو موتور جستجو هم وقتی من اسم ایشونو دنبال میکنم تصویرشونو داریم، ولی تو شب‌های فوتبالی از زمانی که من موجی این برنامه هستم فرصت گفتگو با ایشون برای من فراهم نشده و پیش نیامده. به حال کسی که مسئولیت بگیره باید پاسخگو هم باشه و حالا درسته که روابط عمومی زحمتکش و محترم فدراسیون فوتبال اخبار کمیته انضباطی رو روی خروجی سایت میذاره، اما این انتظار میره که حداقل سالی یه بار کسی که مسئولیت یک مجموعه بسیار مهم رو داره بیاد در برنامه‌های تخصصی ورزشی خاصه فوتبال فراگیر گفتگو کنه، یه عمل گزارش کاری بده، بگه آقا مثلا اینجوری بود و اونجوری بوده. مثلا 20 میلیارده الان درآمدی که از جریمه آقای بیرانوند قراره حالا پرداخت بشه، البته علیرضا که گفته من پرداخت نمی‌کنم، ولی اگه پرداخت شد و رفت کجا میره، چه جوری میشه، چه جوری تقسیم میشه، چیکار می‌کنن باش، جزئیات مردم دوست دارن. حالا آقای حسن‌زاده افکار عمومی سوالات رو پیش روی ما میذاره، ما از شما میپرسیم، اگر شما نیان تو برنامه تلویزیونی حالا پاسخگو افکار عمومی نباشید انگار که به سوالات مردم پاسخ ندید. انتظار میریم مقدار ارتباطتون با رسانه‌ها صمیمیت‌تر و گرم‌تر بشه، بیاین از نزدیک. اینجا اتفاق خاصی نمیفته، فقط پرسش و پاسخه، بنابراین امیدوارم که اتفاق بیفته به زودی زود در برنامه شب‌های فوتبالی. بریم سراغ خلاصه بازی بعد، پرسپولیس و چادرملو در تختی. یه نکته در مورد پرسپولیس بگم، چهارمین میزبانی این فصل پرسپولیس در چهارمین ورزشگاه، خاطرتون هست عراق، قزوین، شهر قدس، تختی، مگه داریم؟ بله، در هزاره سوم 24مین دوره لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس از این اتفاقات داریم. بفرمایید. خیلی متشکرم. توی بازی پرسپولیس مقابل چادرملو خب دو تا بازیکن
باشگاه پرسپولیس که اتفاقا هر دو ملی پوش بودن مصدوم شدن. اورونوف قبل از اینکه بازی شروع بشه در حین گرم کردن مصدوم شد، رقابت‌های ملی رو در فیفا دی مهما از دست داد. چنین زادگان هم که دیگه در جریان جزئیات هستین، در طول بازی این اتفاق براش افتاد. در این بخش از برنامه دو تا مهمون بسیار عزیز داریم. تو بخش قبلی اشاره کردم که مفصل می‌خوایم در مورد پرونده باشگاه پرسپولیس و عزیز بهرامن صحبت کنیم، رأی عجیب و غریب و نظرات مختلفی که تو این روزها از افراد مختلف، چه کارشناس، چه مردم، چه اونایی که پیشکسوت فوتبال هستن، هم دیدیم و هم شنیدیم. سلام می‌کنم خدمت جناب آقای عبدالرحمن شاه حسینی، کارشناس حقوقی. وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای توتون. چه امیدوارم حال خودتون همکارانتون خوب باشه. من ابتدای برنامه‌تون اجازه می‌خوام یه شوخی خیلی عامیانه بکنم و برنامه‌تون انشالله خوب پیش بره با امید خدا. میگم چرا شما عروسی های فوتبال ما رو دعوت نمی کنید؟ فقط وقتی که عزا میشه ما رو دعوت میکنید. خب به واسطه یه تخصص شما حتما جشن و عروسی هم از این به بعد آقای شاه حسینی رو به من واسطه چون مهمانتون رو معرفی نکرده شما شغلتون یه جوریه که فقط عزا میخوره آقا. درد سر و این صحبت ها. البته اینو بفرمایید عزیز، برای عروسی های فوتبال افراد زیادی تو صف هستن. اینم به حال شامشو همه انشالله یه دفعه یه فرصتی پیش بیاد شامشو همه با هم بخوریم. اینم نکته جذابی بود که آقای شاه حسینی گفتن. جناب آقای سید محمد رسول باختر، کارشناس حقوقی، وقتتون بخیر، خوش آمدید. قربان، سلام. سلام و عرض ادب دارم خدمت بینندگان خوب برنامه شما و همچنین شما جناب توتون چی عزیز. خیلی متشکرم از اینکه هر دو دوست بزرگوار و عزیز کارشناس حقوقی دعوت برنامه رو قبول کردم. ما قبل از اینکه وارد این موضوع بشیم یه کوچولو مرور کنیم ببینیم اساسا داستان چی بود، چه اتفاقی افتاده، چرا تو فوتبال اومدیم چه اتفاقی. و شاید سوال روز، حالا بعد از اینکه مرور کردیم خط زمان رو یا تایملاین رو، سوال روز رو من میپرسم که آقا ارزش اون شیرینیه چقدر؟ از شما بعیده آقای توتون. چرا؟ مگه اولیشه. حالا ما میخواستیم این مقدار عرض به خدمت آبروداری کنیم، ولی خب شما دیگه رفتید سراغ سر اصل مطلب. 30 خرداد مردم حواسمون باشه، ما مرور میخوایم بکنیم خط زمانی رو قبل از ورود به موضوع که اساسا ببینیم داستان چی بوده. آقای عزیزا بیرانوند قرارداد خودشون رو با باشگاه پرسپولیس فسخ کردن. این در تاریخ 30 خرداد ماه اتفاق افتاده. حالا فصل قبل هم حضور ذهن دارید دیگه، آقای بیرانوند موضوع حضورش در باشگاه استقلال پیش اومد و بعد در نهایت یه سری حواشی و بعد در نهایت با باشگاه پرسپولیس قرارداد امضا کرد. میخوام بگم یعنی یه جورایی قبلتر هم انگار که اتفاق افتاده بود، این تنشی که بین باشگاه پرسپولیس و علیرضا بیرانوند به وجود اومده بود. بریم یه خط جلوتر. 31 خرداد ماه شکایت باشگاه پرسپولیس از بیرانوند. در 26 تیر ماه آقای بیرانوند به تراکتور پیوستن. رسما دیگه اعلام شد و دیگه چیزی نبود که بگن آقا مثلا تو فلان مراسمی که آقای بیرانوند و دو نفر دیگه حضور داشتن این اتفاق افتاده بود و حالا امضای شک گرفته بود. و به هر حال میگم بازار شایبه حدس و گمان وقتی شما چیزی رو رسما اعلام نمی‌کنی داغه، ولی اینجا در تاریخ 26 تیر ماه آقای بیرانوند به تراکتور پیوست و رسما اعلام شد، رسانه‌ای شد. 2 مرداد آقای رضا درویش واکنش نشان دادن، گفتن که بیرانوند تبرئه شود استعفا میدهم در راستای شکایتی که باشگاه پرسپولیس از آقای بیرانوند انجام داده بود. چرا؟ چون رفته بوده به تراکتور و میگفتن با باشگاه پرسپولیس قرارداد داره. 7 مهر آقای بیرانوند از پرسپولیس به خاطر جعل و دستکاری در قرارداد شکایت کرد. 10 مهر آقای رضا درویش گفتن نمیدانم چرا جرأت اعلام رأی بیرانوند را ندارن. حالا در مورد اینم صحبت میکنیم که چرا انقدر طولانی شد. بریم سراغ صفحه بعد. رأی پرونده اعلام شد که 14 مهر 4 ماه محرومیت تعلیقی و 20 میلیارد جریمه نقدی. البته که 19 میلیارد و 875 میلیونه نزدیکه، به گردش کردن دوستان شده 20 میلیارد. من دقیقش گفتم که فردا نگن آقا چی میگه این توتون چی، دقیقش گفتم ولی ما گردش کردیم 20 میلیارد جریمه نقدی. 14 مهر باشگاه پرسپولیس 14 مهر به رأی صادر شده اعتراض داریم، سریع واکنش نشون دادن. 14 مهر آقای مصطفی سلیمانی وکیل بیرانوند گفته که پرونده را به کس میبریم، پرونده را به کس میبریم. و ما یه مقطعی زمانی کس
من یادم نمیاد تو یکی دو ماه اخیر کس سه ماه حتی چهار ماه صحبت میکنم کس یه میزی داره که میگم فقط پرونده های آره مخصوص ایرانه پرونده های بایگانیه پرونده های ایرانه آقای عزیزه بهرامند در تاریخ 14 مه یعنی همه اتفاقات تو 14 مه افتاده ها دوباره انگار که این مثلا گور میگیره یا آتیشی آقای عزیزه بهرامند گفته نه تنها 20 میلیارد همون منظور 19 میلیارد و 875 میلیونه که عرض کردم تو بخش قبلی را نمیدهم بلکه 5 میلیارد تومانی که به عنوان شیرینی و اعضای هیئت مدیره پرسپولیس دادم رو پس میگیرم چه درخواست غیرقانونی داشتی که بابت شیرینی دادی آقای بهرامند باشگاه پرسپولیس به خاطر مصاحبه عزیزا بهرامند از او شکایت کرد 16 مه این تمام اتفاقی بود که ما به صورت خط زمانی تایملاین دوستانمون آماده کردن و خیلی سریع مرور کردیم آقا موافقین از همینجا شروع کنیم که آقا این 5 میلیارد تومانی که به عنوان شیرینی و اعضای هیئت مدیره پرسپولیس دادن رو پس میگیرم آقا چه درخواستی بوده که بابتش 5 میلیارد شیرینی داده شده شما از آخر شروع کردید آره آقای باختر بفرمایید خواهش میکنم چون شما مهمانتون رو معرفی نکرده بودید مهمان بغل دست من و جناب آقای باختر قبل از نه از اول منو معرفی کردید زنده باشید من اگر از سلام نکردم خدمت عزیزی مخلص شما همکار جوان خودمون مبنی بر خدای نکرده اصلاح خواهش میکنم در خدمتشون هستیم خوشحالیم با اجازه از جناب آقای باختر من این قسمت آخر رو خدمت شما عرض کنم ببینید جناب آقای توتونچی عزیز ما تو بحث حالا اقرار رو اگر بخوایم با هم صحبت بکنیم بعد جناب آقای باختر هم در این خصوص حتما من ازشون میخوام که مطلب رو بفرمان بعضی موقع هست ما در قضاوتمون تو این سی یک دو سال میگن اقرار اندل حاکم و بعد هم که حالا تو در تعریف اقرار بعضی موقع اومده که خلاصه اظهاراتیست به قول معروف حالا علیه خود یا دیگری بله الان این مطلبی که جناب آقای بهرامند فرموندن من حیفم اومد که قبل از پاسخ این سوال یه مطلب بسیار مهمتر رو در سطح کلان فوتبالمون نگم بفرم من فکر میکنم بجاست از همین پروسه ای رو که شما امروز الان در خصوص یه پرونده که از شاید ده ها یا پرونده موجود در فوتبالمون هست پرونده های خاص و ویژه و بدخیم حیف هم اومد نه همین پرونده رو اگه دقت بکنیم یک تحلیل جزئی داشته باشیم به این مطلب من میرسیم ما در فوتبالمون امروزه همیشه کلمه بعضی رو به کار میارم بعضی از مدیرانمون، بعضی از بازیکنانمون، بعضی از مربیامون، بعضی از افرادی رو که حالا به هر طریقی مشغول فعالیت هستن متاسفانه دچار سن و مستی خطرناک شدن. مستی شهرت، مستی ثروت قدرت و مستی سمت. سمت. و این بسیار خطرناکه و من این رو بارها شاید در جلسات خصوصی به بعضی از بازیکنان بسیار معروف و تاثیرگذار ملی گفتم گفتم شما که امروز از لحاظ فنی به درجات عالی رسیدید همزمان با این پیشرفت فنیتون باید مراقب خودتون باشید این مستی ها شاهد دارم گرفتار این مستی ها نشید اگه پولدار شدید باید از شبت جنبه اون پول رو داشته باشید الانم من احساس میکنم این شدیدتر شده جناب آقای توتونچی در خصوص این مطلبی که جناب آقای بهرامند فرمودند این به اعتقاد من یه موضوع کاملا مجزا از پرونده ایه که امشب قرار جراحی حقوقی بکنیم و با زبان ساده هم صحبت بکنیم که بینندگان عزیز لطفاً بله که بینندگان عزیز هم متوجه بشن ممنونم از کلمات خاص و اینکه عوام فهم نباشه اجتناب کنیم متشکرم این من فکر میکنم که خب در قالب اینکه فرمودن 5 میلیارد شیرینی هم که فکر میکنم اسم کسی رو نیاوردن به هیئت مدیره گفتن بله 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 هیئت مدیره شخصیت حقوقیه دادن این از نظر من شروع میتونه شروع تحقیقات مقدماتی یه پرونده کیفری باشه شک نکنید زمانی هم که این اتفاق افتاد من فکر میکنم اگر اشتباه گفتم حتما آقای باختر هم اصلاح بکنن
تیم پرسپولیس هنوز در مالکیت وزارت ورزش بوده، حالت شرکت دولتی هم بوده، و بعد اینجا دیگه چون زمانه اگر اینا ثابت بشه رو همه رو میگم اگه ثابت شیرینی رو کی خرید؟ حالا عرض من اینه، خب این شیرینی اصطلاحه، کسانی که در کشور ما بعضن به اتهام اختلاس و ارتشا اینا تحت تعقیب قرار میگیرن و من تو تجربه قضاییم هم دیدم در دادگستری، معمولا همش از همین شیرینیه شروع میشه. حالا یه سوالی اینجا پیش میاد شاید برای مردم، بله. که آقا من در اصطلاح گفتم شیرینی، بله. کسی نمیتونه به حال ادعا کنه که آقای بهرام شما شیرینی دارید. نه ببینید آقا، به نظر من یه صحبتی شده، اصلا شک نکنید، شما التهاب بسیار بزرگی در جامعه فوتبال و حتی در جامعه به وجود آورده. اگر کسی درستی ها، چون مردم بله. هم میگفتن آقای بله. یه بازیکن اینقدر مهمه که همه رسانه ها گفتیم نه ببینید التهاب شده، حواشی پرونده اینقدر بله. مهمه که ما داریم بهش این مطلبی که گفته شده، اصلا ما کاری نداریم، درست غلط رسیدگی میشه ثابت میشه یا اصلا شاید تو عصبانیت یه حرفی زده شده باشه بعدا اصلا وجود خارجی نشه، بله. ولی اینجا بنده اعتقاد دارم دو تا رکن باید در کشور ما اینجا ورود بکنن. یک، مدعی العموم به اعتقاد من باید ورود بکنه، پرونده تشکیل بده، یعنی دادستان عمومی و انقلاب شهر تهران پرونده تشکیل بده و شروع بکنه تحقیقات مقدماتی، ببینه اصلا مبنای و منشأ این حرفی که زده چیه. اگر واقعا پولی رد و بدل شده که پرونده وارد جریانات رسیدگی یا دادرسی خاص میشود، اصل رشاو و ارتشاو و ایناست، اگرم به اعتقاد من این حرف حتی هیچ مبنایی نداشته باشه، فقط در حد حرف باشه، باز هم من اعتقاد دارم باید با گوینده این حرف برخورد بشه. این یه مطلب، یعنی برای اینکه جامعه بله. ملتهب شده بله. بله. باید برخورد بشه. یکی هم این که تشکیلات ارکان قضایی فدراسیون فوتبال هم از باب صلاحیت‌های ذاتی خودشون، از باب فوتبالی هم باید ورود بکنن به این قضیه. این فهم فکر مونم این مقدار مطلبی رو که من خدمت شما عرض کردم تو این قسمت کافی باشه و این پرونده رو به هیچ عنوان جزء حلقه‌های متصل به پرونده ای رو که رأی صادر شده ندانیم. آقای باختر، خب این نکته که وجود داره صحبت از شیرینی میشه. این شیرینی که ما میگیم، حالا یه لفظ عامیانه است که جناب شاه حسینی به خوبی فرمودن، نمیگن ما رشوه دادیم، نمیگن ما مبالغ جابجا کردیم. وقتی که مبالغی به صورت غیرقانونی هم باشه ممکنه از لفظ شیرینی استفاده بشه. مهم اینه که یک مبلغی پرداخت شده و یک امتیازی دریافت شده. طبق مقررات اخلاق خودمون خب این امر رشوه محسوب میشه. اگر که بهرامند یه چیزی رو داده باشن، حالا میتونه که مال باشه، میتونه پول باشه. چون بعضی جاها گفتن که بازیکن تحت فشار بوده و تو شرایط عرض به خدمت شما عادی نبوده و این از دهنشون مثلا میگن آقا پرید شیر، لفظ شیرینی. خب همون باید تحقیقات انجام بشه که ببینیم آیا این فقط حرف زده یه حرفیه که حالا اصطلاحاً میخوام ببینم صرف گفتن بار حقوقی دارد یا نه. برای شروع تحقیقات همونطور که آقای حسینی هم فرمودن بله، هم در تحقیقات صرف خالیش بله میتونه، اگر نتونه اثبات بکنه که همچین کاری رو انجام داده، که اثبات کردنش یه جوره، اثبات نکردنش هم یه جوره دیگری. همین میشه مصداق نشر عکاسی با افترا که هم در فدراسیون فوتبال باهاش برخورد خواهد شد، حداقل یک جلسه محرومیت داره، و از طرف دیگه هم طبیعتا ما محرومیتی رو، محکومیت هایی رو ممکنه در محاکم دادگستری براش داشته باشیم. البته که امیدواریم اون یکی دیگه تعلیقی نشه دیگه. بله میفرمودید. اما در خصوص بحث مطلبی که بیان شده، از دو جهت باید بهش توجه بکنیم. زمانی که در واقع داره این اتفاق میفته، طبیعتا همون حدود اون الحاق، تاریخ الحاقیه باید باشه. زمانش زمانی که هنوز انتقال باشگاه پرسپولیس از بخش از وزارت ورزش به حالا هلدینگ خودشون یا سهامداره خودشون منتقل کامل انجام نشده بوده، یه جورایی میشه گفت که یک شرکت دولتی هست. پس از این جهت باید بهش نگاه بکنیم. از طرف دیگه تعداد زیادی سهامدار داره باشگاه پرسپولیس، شاید درصدشون کم باشه ها، ولی خب به هر حال تعداد زیادی از افراد این جامعه همون درصد کم خیلی به قول شما زیادن، خیلی زیادن. و نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که مدعی العموم دادستان، حالا فرمودن جناب شاه حسینی که تهران، ولی من فکر کنم حتی دادستان کل برای جلوگیری از تضییع حقوق عامه میتونه اینجا ورود بکنه و تحقیقاتش رو انجام بده. من حرفتون رو قطع میکنم، من از این جهت عرض کردم که بله دادستان کل با توجه به صلاحیت ذاتی خودش میتونه، ولی باز هم پرونده رو به دادسرای محل وقوع جرم باید صادر بررسی کنه. و اینجا یه سوالی پیش میاد که به نظرتون چرا هیچکس تا الان واکنش نشون نده؟ تا
تنها واکنشی که بوده فعلا همون بحث اینه که باشگاه پرسپولیس اعلام کرده که من شکایت میکنم، ولی باید ببینیم ادامه مجاری رسمی کمیته انضباطی فدراسیون، همون دادگاهی که شما الان فرمودید، قاضی، مدعیان عموم. خب متاسفانه توی بحث محاکم دادگستری انقدر اومدن و اعلام کردن که ما در واقع محاکم دادگستری حق ورود ندارن، حق ورود ندارن. اگر اومدید فیفا تعلیق میکنه، که چنین چیزی اصلا نیست. همه جای دنیا اگر که جرمی اتفاق بیفته، محاکم دادگستریش به سرعت ورود میکنن و به شدت هم برخورد میکنن. انقدر گفته شده، شاید فکر میکنم که این میتونه یه مقدار بازدارندگی داشته باشه، که فکر میکنن اگر شاید بخوان برخوردی بکنن اتفاق میفته. ولی کمیته انضباطی اخلاق حالا هر کدوم به صورت مجزا فوتبال، من یه جو داشتم دعوتشون با دوستان صحبت کردم، دعوتش دعوت کردن از بله بله من که برن اونجا به هر حال، البته بعد بازی با قطر، بعد بازی دقیقاً، چون تیم ملی فوتبال کشورمون مسابقه داریم، بسیار بسیار بازی حساسی هم از هر دو تیم، یعنی هم ازبکستان هم ما 6 امتیازی هستیم، و اینکه امیدواریم که تیم ملی فوتبال کشورمون هم عملکرد خوبی داشته باشه. خدمت شما عرض کنم یه بیانیه فدراسیون فوتبال قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم، خدمت شما عرض کنم که گذاشته رو سایت، و من خدمت شما در مورد بازی ایران و قطر، به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، متن این نامه به شرح زیل است. حالا ما پیشنهادمون، من خدمت شما تو بخش قبلی هم عرض کردم، گفتم ببینید الان یه شرایطی هستش که میگن آقا بازی تیم ملی فوتبال ایران با قطر، خب به هر حال ما سه‌شنبه 24 مهر قرار بود مشهد میزبان قطری ها باشیم، بازی برگشت خرداده سال آینده است. الان چیزی که ایدئال ماست اینه که آقا بازی یعنی رفت و اونا میزبان باشن، ما بریم قطر، بازی برگشت رو ما در ایران میزبان باشیم، حالا جاش مشخص است. این آخرین درخواست فدراسیون فوتبال از فیفا و AFCه. حالا منتظر هستیم ببینیم چه اتفاقی میفته و موافقت میشه. حالا جلوتر حتما با دوستانمون در فدراسیون صحبت خواهیم کرد، ببینیم ته داستان، امیدواریم اتفاق خوبه برای ما بیفته. البته که یکی دو تا پیشنهاد دیگه هم بود که آقا مثلا قطری‌ها برن ازبکستان، چون تیم ملی ما ازبکستانه، در تاشکند اونجا بازی کنن، که خب به نظر میاد منطقی نیست، و کشور ثالث ما معرفی کنیم که مثلا کشور امارات، شهر دبی رو پیشنهاد دادن. ولی خب برای ما نمیخوایم امتیاز میزبانیمون رو از دست بدیم، این منطقی ترین و عاقلانه ترین اتفاقه که حالا فعلا در موردش صحبت شده و امیدواریم که اون اتفاق بیفته. برگردیم به پرونده پرسپولیس و آقای بیرانوند، در مورد حکم صحبت کنید. آقا چقدر به نظرتون این حکم معقولان است؟ خواهش می‌کنم شما. در خصوص حکم 19 میلیارد و 875. البته که بگم غرامت ها جبران خسارته. بره. چون بعضی جا من تو بعضی از رسانه‌ها دیدم که از کلمه دیگر استاد استفاده کردن که جریمه نیست. خب من الانم دیدم شما میره تو جیب باشگاه پرسپولیس نوشته بودید جریمه. خب جریمه فرق میکنه مفهومش با میره تو خسارتی رو که به شاکی خصوصی باید، ولی اینجا در حقیقت کمیته انضباط این قسمت شاکی خصوصی داشته باشگاه، و من فکر میکنم این کرامه، نمیدونم در متن حکم که جریمه نه، غرامت اومده بود قطعا اون جمله غرامت پس بله میره مدعیش هم داشگاه اون 675 میلیون میره به حساب. من اینجا هم یه مقدمه ای دارم در رابطه با این رأی. ببینید متاسفانه امروز ما داریم میبینیم که خیلی از اشخاصی رو که توی سری حوزه‌ها تخصص ندارن، حتی عضو میخوام جناب آیتوتین چه، حتی از همکارای خود شما یه اظهار نظرهایی میکنن که واقعا ما دیگه نباید بیایم با این وضعیت، به این جهت که احساس میکنم که حالا شاید جای آدما از لحاظ تخصصی هم عوض شده، و این میدانداری رو من اعتقاد دارم که بعضی از مدیران رسانه ملی و بعضی از اشخاص در حوزه‌های تخصصی نباید بدن. به عنوان مثال ما باید امشب اینجا انتظار شما از من، حالا بر صورت یه مقدار تو این کار حداقل سن و سالی از من گذشته تجربه داریم، این هستش که واقعا در همه زمینه‌ها عدالت رو رعایت بکنیم. این پرونده رو وقتی ما به عنوان یک شخصی رو که پرونده‌های زیادی رسیدگی کرده در حتی پرونده حقوقی دادگستری، واقعیت امر این است که این پرونده سبکی نبوده. مثل پرونده نگاه بکنیم بگیم مثلا یه بازیکنی تو مسابقه فوتبال در مرآ و منظر همه تماشاگران و مردم مثلا فرض کن فواشی کرده یا زده تو گوش داور،
اون خیلی راحت میشه فوری رئیس هم صادر کرد. هر چند که ما در پرونده های مختلفی بدون جهت و مصلحت اندیشی کردیم، این موارد رو هم با تأخیر رسیدگی کردیم، این که به تأخیرش هم به قول شما میرسیم. ولی در خصوص این پرونده خاص من اعتقاد داشتم یه زمان معقولی نیاز بود به رسیدگیش. ولی اگر من بپرسید آیا این مدت زمانی که الان سپری شد این مدت زمان منطقی بود، من میگم به مقدار زیاد بودش. چون این پرونده رو وقتی من رأیش رو خوندم دیدم که ارجاع بله من فکر به نظر من این الان چند ماه طول کشید؟ 4 ماه خورده. به نظر من میشد 1 ماه و نیمه این پرونده رو حتی با ارجاع موضوع به کارشناس فرض کن مالی و اینها جمعش کرد. چون دیگه این من یه نکته رو میخوام بگم. خیلی از جاها این اتفاق و این موضوع رو ما شنیدیم که میگن اگر عیزا بیرمن بازیکن تیم ملی نبود بله شاید خیلی زودتر. آره مرضی میکنم دیگه، این بقیه مدتش میمونه برای همین هم مطلب شما دیگه، هم خیلی هم خیلی زودتر. عرض من اینه دیگه، عرض من اینه که پس یه دلایلی بوده، هم داستان شیرینی خیلی راحت است که بله. این تاخیرایی رو که انجام شده که غیر منطقی بوده، خب این تاخیرا رو باید برید دنبالش و عواقبش بیان جواب بدن که چرا. ولی این پرونده رو با اینکه یکی از همکارای شما خیلی راحت مثلا مثال زده آقا تیم هندی نیومده ایران مقابل تراکتور حاضر نشده، بعد ایشون میگه که دیدی چه سریعی اومدن ایشون از دور مسابقات خارج کردن. اصلا قیاس اون پرونده با این پرونده، پرونده موضوع بحث امشب ما، قیاس معل فارقه. یعنی واقعا غلط این کار و ما اینجا باید منصفانه قضاوت بکنیم. ولی مرجع رسیدگی کننده در رسیدگی و صدور حکم تأخیر داشته است، این یه مطلب که ما انصاف رو رعایت بکنیم. مطلب بعد این که میفرمایید خب این رأی رو اگه ما بخوایم فهرستوار بهش نگاه بکنیم، زحمت زیادی کشیده شده، به هر صورت رسیدگی کردن. این که چرا اومدن در این قسمت بحث امروزه، یه قسمت از رأی من فکر میکنم متفق القول مورد اعتراض همه حقوقدانایی است که من مراجعه کردم این بحث تعلیقه. من لازم میدونم خیلی خلاصه در خصوص تعلیق کلیاتش رو عرض بکنم. خب تعلیق بر صورت مرحله یک اقدام حقوقی بعد از اجرای حکمه، یعنی میگه که مرجعی که حکم صادر میکنه با شرایطی رو که در قوانین موضوعه ما، قوانین مجازات دقیقا احصا شده، با شرایط خاص، نه اینکه همینجور هر کاری دلمون خواست بکنیم، میتونیم به بعضی اجرای قسمت یا تمام مجازات رو تعلیق بکنیم برای مدت معین که در قوانین ما از قبل از انقلاب این بحث تعلیق در قالب قانون و آیین نامه و اینها بوده و الان هم در مواد فکر کنم 25 به بعد آیین دادرسی کیفری قانون مجازات بحث تعلیق مطرح شده. در فوتبالمون هم ما در آیین نامه انضباطیمون، حالا بر اساس چه به درست چه به غلط، تعلیق رو داریم. اونجا هم شرایط تعلیق رو پیش بینی کردم. هر چند بنده معتقدم که از این تعلیق در فوتبال ما به کرات شاید استفاده ناصحیح شده و باعث شاید فرار خیلی از افراد از اجرای تنبیهات فوتبالی شده. در این مصداق این پرونده من یه ایراد اساسی دارم. حالا نظر جناب آقای باختر هم باید گوش می‌کنید. ببینید کمیته تعیین وضعیت بر اساس آیین نامه مصوب فدراسیون فوتبال به پرونده رسیدگی میکنه. در خصوص تعلیق در هیچ جای آیین نامه من ندیدم که اختیار تعلیق داشته باشن. اجازه مراجعه اگر نداشتن به مقررات انضباطی هم ندارن. یه ماده فکر کنم 20 باشه در آیین نامه کمیته تعیین وضعیت، اونجا یه مطلبی پیشنهاد کرده، میگه اگر در مواردی در این آیین نامه ما سکوت بود، ساکت بود آیین نامه و پیشبینی نشده بود باید چیکار بکنیم، میگه به مقررات تعیین وضعیت فیفا و یا دستورالعمل‌های فیفا مراجعه میکنیم و اگرم باز هم من فکر کنم اونجا هم چیزی پیدا نکردم، پیشبینی نشد پاسخ ابهامشون رو، بر اساس استعلام از کمیته تدوین مقررات و با تصویب هیئت رئیسه. من عرضم اینه اگر آقایون این تصویب نکردن درسته؟ که اصلا نکردم. ببینید اینا چیزی نیست که از من فوتبال همیشه میگیم یه اتاق شیشه‌ایه دیگه، بله. چیش دیده میشه. بعد اینجا که دیگه میخواید با نوامیس مردم سر و کار نداره که خیلی از مسائلش
محرمانه باشه. خب بله. چون بعضی از تحقیقات تو پرونده های کیفری در دادگستری تحقیقاتش محرمانه است به خاطر موضوع پرونده است. ما در اساسنامه تعلیق نداریم. در اساسنامه نداریم، در آیین‌نامه انضباطی داریم. البته تعلیق تو مقررات کلی کیفری خیلی از کشورهای دنیا امروزه هست، در کشور ما هم هست. ولی حالا با آقای باختر هم من دلم میخواد به قول معروف من خیلی صحبت آره من میخوام آقای باختر من فکر میکنم این قسمت رو به این قسمت بپردازیم. پس من اعتقاد به این دارم که این تعلیق من اعتقاد نظر شخصیمه. میبینم طرفدارای یه تیم موضع میگیرن، وکلای یه تیم موضع میگیرن، اینا قشنگ نیست آقای توتونچی. من فکر میکنم برید به سمت و سوی عرض شود که اون چیزی رو که انصاف و عدالت هست. طرفدار فلان باشگاه وقتی میاد میگه آقا هیچ کس نمیتونه بازیکن ما رو محروم بکنه، یا خود بازیکن بعد از صدور حکم میاد جلو در مرعا و منظر مردم جلو رسانه ها میگه آقا من این پولو نمیدم و نمیدونم تازه اون 5 میلیارد هم پیشی گردن کلوفتی به شما میگین. میخوام بگم اینا خلیفه کشی باب میشه. یه مربی که من اسمشو نمیگم، شما هم خیلی دوستش داری، شیرنیه به فوتبال ما بود، یه روزی من جریمهش کردم سرمربی رو. بعد گفت من اون موقع خیلی کم بود مبلغا دیگه، بعد رفته بود با تیمش کرمان گفته بود من جریمه رو نمیدم، اون موقع مهلت هم گذاشته بودیم 10 روز نداده بود. گفتم نمیده، گفتم اصلا اجازه ندید که بشین. پس از همون موقع باب بوده این داستان گردن کلفتی. حالا ولی خب ما اونجا اونو نذاشتیم بشین تا پول پرداخت نکنه. حالا عرض من اینه آقای، حرف آخر من تمام شد، گوش میکنم به صحبت های شاید خیلی تخصصی تر جناب آقای باختر. خب وقتی که این صحبت ها به این شکل مطرح میشه، من میخوام عرض بکنم که مردم عزیز، طرفدارای حالا امشب چون یه پرونده داریم مطرح میکنیم و من بس وسط حرفام به پرونده های دیگر هم خواهم پرداخت، حیفه اینجا اومدیم اونا را نگیم، شما احساسی با این قضایا برخورد نکنید. ما در مورد قانون فوتبال هستیم. احساسی برخورد نکنید. جناب آقای باختر که من اولین بار از نزدیک همدیگر میبینیم، توقع از ایشون اینه، من به عنوان اگر قبول داشته باشن حداقل پیشکسوت و سنم بیشتر از ایشون هست، من توقع اینه که ایشون مقررات رو جراحی بکنه. هر کی میخواد خوشش بیاد، آقای باختر هر کی میخواد بدش بیاد. اصلا بحث اساسی به قول شما نمی‌کنیم. من میخوام بگم ببینیم فقط قانون فاتحه فوتبال ما خوانده است که یک کسی بیاد. من زمانی که آخرای دوره فکر کنم ریاست من تو کمیته انضباطی بود، آقای بهرانوند عزیز تو باشگاه نفت بود اگه اشتباه نکنم، حالا شاید بله نفت تهران، نفت تهران. من با آقای بهرانوند همون نصیحتی میکنم که خیلی از فوتبالیستا بعدن گرفتار شدن، این مستیایی که میگم من، مراقب باشید. شما بازیکن بزرگی هستید، ارزشمند هستید. خیلی از عزیزان ما رو تو ایران از فوتبال دوستان خوشحال کردید تو فوتبال. خرابش نکنید. باید بگی من تسلیم قانونم. هر چی رو که من در سعید صحبت‌های آقای شاه‌حسینی میخوام بگم علیرضا بهرامند 2 تا جام جهانی رفته، پنالتی رونالدو رو گرفته. الان باید خیلی رو نصیحت کنه، بگه آقا مثلا این الگوه که هست نصیحت کنه، بگه مثلا جوانی که تو داری این مسیر رو میری نرو، تجربه منو رایگان در اختیار مثلا جوانای مردم. به هر حال فوتبال فراگیر همه نگاه میکنه، من معروف ترین بازی کنه تاریخ فوتبال این مملکت رو، چون مخصوصا با من تو سینه من جاداش محرومش کردم برای اولین بار. دقت کنید، معروف ترین بازیکن تاریخ این مملکت برای اولین بار بنده محرومش کردم. واقعا انگار که به قلب خودم چاقو زدم. من ایستی بگم وقتی مستند آقای عجزا بهرامند رو میسازن، از اون سختی هایی که در دوران نوجوانیش کشیده تا شده عجزا بهرامند، این انتظار میره دیگه الگو. من خودم اتفاقا در برنامه نوروز فوتبالی گفتم آقا این همه مستند نشون میدید در مورد رونالدو و مسی، ما نمونه وطنی داریم. آقای عجزا بهرامند خودش هم میدونه، اتفاقا اگه اشتباه نکنم استوری هم کرد. بنابراین کسی که میشه الگو، کسی که مستندش رو میسازن که الگو جوان‌ها بشه، خب من میخوام تایید انتظار ازش بیشتر. خواهش هم این مطلب مهمه و آموزنده است، هم برای فوتبالی‌های امروزی هم برای طرفداراشون. او فوتبالیست معروف که دوست ندارم اسمش رو بگم، بهترین فوتبالیست تاریخ مملکت، اولین بار تو تاریخ فوتبالش من محرومش کردم. والله قسم شب فکر می‌کردم چاقو زدم به قلب خودم، ولی این کارو کردم. به چه جهتی؟ به تایید فرمایش جناب عالی که اون فوتبالیست اون موقع میلیون ها حالا ذهن مردم بله عزیز دلم، برند فوتبال ایران و واقعا افتخار ابدی فوتبال ایران آقای علی دایی. خیلی ها به من خورده گرفتن، گفتم آقا این طبق این ماده قانونی محرومیت داشت،
من انگار چاقو به قلب خودم زدم، ولی این کارو کردم. و من استدلالم همین استدلال شما بود، چیزی بود شاید 16 17 سال قبل، 20 سال قبل گفتم اینجا چاقو زدم به قلب خودشون، ولی تعلیقی و... نه شما نمیگم اینجا ولی من اینو میخوام عرض بکنم، اون موقع من تو تلویزیون تو همین ساختمونی که شما تشریف دارید با یکی از مجری قدیمی گفتم ببینید اینجا واسش فرق میکنه، ایشون الگوی میلیون ها جوونه، همون میلیون ها جوون باید بدانند که این آدم با این همه بزرگی تو فوتبال ما اگر تخلف فوتبالی بکنه به طور صحیح و عادلانه باید رسیدگی بشه. و اگر رونالدو مگه محروم نشد آقای توتون چی؟ حالا دارن میگن که آقا مصلحت اندیشی، من همیشه گفتم مصلحت، اینم جمله تاریخی، آفت قضاوته در خصوصا در فوتبال. و من خواهشم اینه به جای این حرفا و این مصاحبه ها الان ما داریم در خصوص یه رأی غیر قطعی صحبت بکنیم، دو مرحله دیگه دادرسی دارن جناب توتون چی؟ بله. به جای این حرفا بگن آقا ما اعتراض میکنیم، پرونده میره در کمیته استیناف، من... اگرم اونجا هم به نظر خودمون رأی غلط بود میبریم پرونده رو کس. پس بنابراین الان موقع این همه حجمه و حمله و این قوقا سالاریا از طرف هیچ کس نیست. فکر نکنید من منظورم به آقای بیرانوند هم آقای درویش هم میگم بح. که آقای درویش هم برصورت از قدیم الایام که در صدا و سیما سمت داشتن یه جایی یه قسمتی من میشناسمش. شما آقای درویش حق ندارید و در مقابل یه رأی غیر قطعی که الان قرار دارید فعلا مجراهای قانونیتون رو طی بکنید، بعد اگر آخر سر حقی از باشگاه شما تضییع شد ببرید مرجع بین‌المللی. خیلی هم خوب. من دوست دارم آقای باختر هم وارد بحث بشن، مخاطب به حال براشون شاید این سوال پیش بیاد که این دوست عزیز جوانی کجا نشسته مهمون برای ما هستن. آقا اینو منظورت به من نه آقا مخلص شما از من استفاده کن از حضور ما استفاده می‌کنیم بعضا از حضور استاد شاه حسینی خوش صحبت هم هستن و حتما مدت زمان برنامه ما انقدی هستش که باز هم صحبت کنیم. آقای باختر الان مردم این تو ذهنشونه آقا تخلف صورت گرفته است یا نه؟ اگر گرفته است که محرومیت است، اگر نگرفته است که تبرئه است. خب ببینید شما نکته مهمی که وجود داره، حالا من فقط یه کوچولوی گریزی بزنم فرمایشاتشون. ببینید ما یک سمبولی داریم تحت عنوان فرشته عدالت. فرشته عدالت اولین شاید مهمترین خصیصه‌اش این باشه که چشماش رو با یک پارچه‌ای بستن. و این به چه معناست؟ به معنای این که من قاضی که دارم رسیدگی میکنم باید نگاه نکنم کی جلومه، باید همون قانون کی همون چه موقعیت اجتماعی همون قانونی که هست رو اعمال بکنم. اما در مورد این پرونده ببینید، فکر میکنم تنها باری که حداقل من دیدم از حقوقی های جوونی که حالا یا باشون در تماسم یا مصاحبه ها و یا صحبت هاشون رو نگاه میکردم، اولین بار بود که دیدم همه به اتفاق رو یک موضوع اتفاق نظر داریم و اون هم بحث تعلیقی بودن محرومیته. خیلی عجیبه. اصولا ما حقوقی ها هیچ وقت نمیشه که روی موضوعی ما هممون در واقع به اتفاق به نتیجه برسیم. ما میگیم که من کاری محتوا ندارم و توی پروندهم به نظرم هر دو طرف ممکن که این تعلیقه چجوری فعال میشه؟ یعنی باید مثلا یه بازیکن بره با یه باشگاه دیگه قرارداد ببنده دوباره؟ چون آورده های جدیدی هستش یه ذره زمان لازم داره امکان داره این اتفاق بیفته. آقای شاه حسینی اینجوری کردن. میخوام بگم مگه تعلیقه تو تکرار جرم فعال نمیشه؟ خب همین نکتهش همینه. در مورد تعلیق، خب وقتی ما اومدیم و به این نتیجه رسیدیم که آقای بیرانوند چه درست چه غلط کار ندارم باید چهار ماه محروم بشن، چهار ماه محرومیتشون اصلا قابل تعلیق نیست. ما یک ماده‌ای داریم، تنها جایی که تو مقرراتمون در مورد تعلیق صحبت میکنه ماده 107 مقررات انضباطیه. 107 فرض بکنیم میخوایم این ماده رو اعمال بکنیم، بعد نگاه بکنیم خب اولش همون تیترش نوشته تعلیق اجرای قسمتی از آرا انضباطی. خب آخه خودش گفته آرا انضباطی، من وقتی میگم آرا انضباطی خب خودم میدونم که این انضباطی نیست، اما حالا کار نداریم. متن اول 107 خط رکن قضایی میتواند، خب بعد ببینیم رکن قضایی هست کمیته وضعیت یا نه. ماده 62 اساسنامه فدراسیون فوتبال صراحت داره میگه رکن قضایی کمیته استیناف اخلاق انضباطی، پس اصلا نمیتونی ادامه‌شو بری شما. حالا باشه فرض میکنیم که ما میگیم که شما رکن قضایی هستید، توی متن مقررات اونجایی که نوشته بازیکن باید 4 ماه محروم بشه یه نگاهی بکنیم ببینیم، نوشته مجازات ورزشی برای 4 ماه یا 6 ماه میگه مجازات ورزشی، حتی توی مقررات فیفا هم دقیقاً نوشته مجازات ورزشی یا اسپورتینگ سانکشنز.
اونجا در واقع اصلا داره جدا میکنه، عمدن داره با نیت خودش داره این اسم رو تغییر میده که فردا پس فردا یه همچین اشتباهی برداشت نشه. فرض بکنیم اصلا کمیته یا وضعیت رکن قضاییه که نیست، فرض بکنیم که این هم در واقع تنبیه انضباطیه، باشه تا اینجا اشکال نداره. خب وقتی میخوایم یه تنبیه انضباطی رو تعلیق بکنیم باید چیکار کنیم؟ اولین شرطش اینه که باید نصفش بگذره، مثل همین پرونده آقای مهرداد محمدی 6 جلسه بود، 3 تاش گذشت، از 3 به بعد شو تعلیق نیست دیگه. آره نصف دو. یعنی 2 ماه که گذشت شما مثلا میگو مثل پل پوگوایی که الان دیگه اونجا البته فرضی که فرمودن از نظر من فرض محاله تو این موضوع. نه نه عرض کردم، من گفتم اگر گفتم 10 تا اگر گفتن آقای باختر تاش رسیدن. گفتم حالا اگرم بخواد همه اون حرفا اشتباه باشه و مثلا بتونن باز نصف محرومیت باید سپری بشه. تعلیق رو میفرمایند که اصلا حتی اگرم به فرض بگیم که و متصلش بکنیم به اینجا که با چسب نمیدونم دوقلو هم نمیشه با هیچ کاری نمیشه کرد، باز همین شرایط رو برای تعلیق نداشت. حالا یه تحلیلی از اصخایی میکنم، خیلی ها باز میگن که فشاری که روی کمیته وضعیت بوده به خاطر بازی های ملی این شرایط رو به وجود آورده تا زمان بخرن و دیگه بقیه شد دیگه خودتون دوستان میدونید دیگه. من منتظرید من بگم من اصلا مصلحت میخواد بفرمایید که من عرض کردم ما میگه وقتی واضحه و اشتباهه بس چه اصراریه؟ شما فرمایید مصلحت این اصلا تو یک کلام مصلحت دیگه بله. آفت قضاوت است. خیره بفرمایید. و اما خب نکته که مهمه، ما دیدیم توی رأی اومده بودن به یک استفساریه از کمیته محترم تدوین و تطبیق مقررات استناد کردن. حالا فرمایش جام شاه حسینی مبنی بر این که اگر استفساریه ای بود، صحبتی بود، بفرست بره هیئت رئیسه، تایید که شد بعد استفاده بکن. اول از همه میگه در زمانی که مقررات ساکته، پا میداره، خب صراحت داره، هیچ جایی ننوشته تعلیق کن. تعلیق امر استثنائیه. اصلاً اینه که محکومش کنی، حالا اگر شرایطی بود یا قانونگذار تصریح کرد شما بیا و اینو باش برخورد یه کن. یه جا من شده میگم چون جریمه شده دیگه محکومیت لازم نیست. اینم شما نمیدونید. اونم عرض میکنم خدمتتون چشم. ولی حالا این استفساریه کمیته محترم تدوین مقررات خیلی متنش جذابه برام. ببینید اومدن یه سری صحبت‌ها کردن به یه قاعده فقهی اذن در شی اذن در اسباب اون هم هست رو در واقع توضیح دادن که من متوجه نشدم این قاعده برای حکم دادن و در واقع عدم تبعیت از قانون مقررات چه کاربردی داره. یعنی من قاضی بحثش هم خیلی حقوقی میشه که من ترجیح میدم حالا بحثش مطرح نکنم چون برای مخاطب زیاد جذاب نباید باشه. اما جالبه آخرین جمله‌اش اینجوری نوشته: در صورت صلاح دید قضات رسیدگی کننده و تجمیع شرایط اعمال نهاد قانونی مذکور اعمال آن منعی ندارد. در صورت صلاح دید، خب از شما پرسیدن، شما قرار بوده بگی که ما میتونیم یا نمیتونیم، اگه خودمون صلاح دید خودمون بود که شما نمیپرسیدن. در ادامه میگه تجمیع شرایط قانونی، در صورتی که تجمیع شرایط قانونی هست همه شرایط قانونی تعلیق هست، خب بیا اعمالش کن. خب من فقط برام سوال پیش اومده این چه نظری استفساریه یا اینا خودشون میدونستن یا اگر داری اونجا به عنوان قضات کمیته تعیین وضعیت بازیکن هستن، کمیته وضعیت بازیکن هستن، چه نیازی به این داشتن؟ خب هر کسی که میشینه اونجا میدونه که اگر جمعی شرایط قانونی بود بعد براستون حکم بده دیگه. چه نظریه؟ در واقع مشخصه که اون استفساریه حالا به هر طریقی فقط سعی کردن که استفساریه‌ای داده باشن و اصلا هم نمیتونست کاربردی داشته باشه و بخوایم بهش استناد بکنیم با وجود اون ایراد عدم تصویب. اما نهایتا میخوام بهتون بگم این پرونده واقعا یکی از قشنگترین پرونده های مبحث حقوق فوتبال میتونه باشه در ایران که واقعا بهش پرداختن برای ما حقوقی ها، مخصوصا ما وقتی با هم در موردش حالا خصوص صحبت میکنیم با یه انگیزه و عشق علاقه صحبت میکنیم میکردیم شاید بگم بهتره که خب دو تا موضوع خیلی خوب این پرونده دو تا شاید پوینت قشنگی داشت، دو تا نکته قشنگ داشت. یکی بحث اون مطالباتشه، یکی اون محدوده زمانیه و خیلی هم اختلاف نظر هست. یعنی همون 8-9 نفر 10 نفری که عرض کردم من دقت کردم نظرات رو که همه‌شون اجماع داشتن که نباید تعلیق میشد، همه‌شون اینجا تعارض نظر دارن. هر کدوم به دیدگاهی، یه عده 100% های بیرامند رو محق میدونن، عده 100% پرسپولیس رو، عده هم این وسط میگن که هر دو طرف فرصت دفاع از خودشون رو میتونن داشته باشن و استدلال قوی داشته باشن. و نهایتا با رأیی که صادر شد فکر میکنم یه مقدار ما گفتیم که بذار فعلا فاصله بگیریم از این شرایط رو ببینیم چی میشه ان شاءالله توی کس. یه خلاصه بازی ببینیم که بشوره ببره از این جهت که آقا حق با کیه. یه جمله، یه کلمه،
توضیح نمیخوام ما ببینیم برمیگردیم توضیحاتو میشنویم. من در این قسمت با جناب آقای باختر هم نظرم و واقعا هم خیلی خوب اشاره کردم که اولش که من اینو من فکر کنم آقایون تو این قسمت اجتهاد کردن. اجتهاد مصلحتی. تو بخش تعلیق بله بخش تعلیق. وقتی که به تخلف رسیدن و قرار شد که محرومیت بدن و مدتش مشخصه، به هیچ عنوان و با هیچ بهانه‌ای دیگه اختیار تعلیق رو ندارم. بله. البته عرض کردم هنوز از لحاظ مقررات نوشته ما در باب تجدید نظرخواهی دو مرحله دیگه تو این پرونده از، یه مرحله داخل کشورمون و یه مرحله هم بین المللی. این که میفرمایید حق با کی است، من خیلی پرهیز میکنم از این جهت که پرونده از نظر ما هنوز مفتوحه، یه پرونده بازیه از نظر ما حقوقی ها، یه مقدار احتیاط میکنم همیشه. ولی این قسمتش رو شک نکنید. حالا جناب آقای باختر فرمود با حقوقدانان جوان همه برای اولین بار هم نظر بودیم، کسایی که در حوزه حقوق ورزشی دارن کار میکنن متفق القول همه. این خیلی تأسیس حقوقی خوبی در فوتبال ماست به نظر من، و باید اون توجه داشته باشن به نظریات علمای علم حقوق ورزشی. حالا امشب منم خودم نمیدونم، جز جوانا که نمیتونم بدونم، منم اضافه شدم بهشون. واقعا جناب توتینچی صادقانه عرض بکنم، به جهت مسافرتی که داشتم یه اتفاقی افتاده بود، اصلا دسترسی به این فضای مجازی اینا چند روزی نداشتم و حتی نظر آقایون رو نمیدونستم چیه در خصوص این پرونده. ولی الان اومدیم اینجا نشستیم داریم حرف میزنیم، میبینم که منم تو این قسمتش به حرف دارم، بس دارم. آقای باختر نظر شما حق با کیه؟ من دو کلمه باید جواب بدم. هر دو میتونن که توی کس پرونده رو ببرن. شما به یه پرونده یا چیزی خیلی جالبه، یه پرونده که طرفین پرونده ناراضی هن، طرفین پرونده آخه یه جایی آقای درویش گفته بودن که حقوقدانا به من گفته، حالا من دارم متن همون مصنف، گفتن که همین رأی رو ببرم کس و هر دادگاه بین المللی بدون هیچ توضیح یا دفاع رأی رو به نفع پرسپولیس میدن و فدراسیون محکوم میشه. خلاصه تراکتور فولاد رو ببینیم بعد برمیگردیم مردم، به خاطر اینکه آقای باختر هم گفتن هر دو. جالب شد. بفرمایید. بله، دوئل قرمزهای شمال و جنوب رو جنوبی ها بردن 2-1. این تیم یحیی گل محمدی بود که علاقه و الانصاف هرچی تیم، یعنی منظورم فولاد خوزستان، جلو میره انگار که اون تفکرات تاکتیکی شکل میگیره و دو گل بعدی که عیزا بیرامن خورد کاملا مشخص بود با توجه اتفاقات پیرامون زندگی حرفه‌ایش ورزشیش تمرکز نداشت. و البته که سینا اسدبگی یه گلی زد که عجیب بود از بیرام و همچین گلی بخوره. به حال شما وقتی تمرکز ندید از روحی روانی اون جوری که باید شاید نیستی، یه همچین اتفاقاتی هم پیش میاد. اما با مصاحبه بعد بازی حواس‌ها رو آقای بیرانوند خیلی هوشمندانه از ضعف فنی خودش در طول این بازی بین فولاد و تراکتور رد کرد یا پرت کرد. تو همین فاصله که رفتیم و اومدیم اینقدر پیام برای من ارسال شده که من اگه بخوام دونه دونه پیام ها رو بخونم به نظر میسید 3-4 ساعت فقط زمان نیازه که گفتگو کنیم. اما خب در مورد حالا این پرونده، در مورد تراکتور، آقا نباید حکمی پرسیدن صادر میشد یا نه اصلا تراکتور زینف نیست؟ در مبحث اقوا وقتی یک بازیکنی با باشگاه قراردادی داره با قراردادش رو فسخ میکنه، چه موجه چه غیر موجه، میره با باشگاه جدید قرارداد منعقد میکنه، فرض رو بر این میذارن که باشگاه جدید اقواش کرده. توی رسیدگی باشگاه جدید هم هست و اگر ثابت بشه که فسق غیر موجه بوده توسط بازیکن، اتفاقی که میفته اینه که باشگاهی که جدید هست و تازه اومده، همین مثالمون تراکتور، باید اثبات بکنه که من در اقواش نقشی نداشتم و فرض قانونی بر اینه که باشگاه تراکتور اقوا انجام داده. که توی رأی هم اگر نگاه بکنیم، حالا فرض رو برای این گذاشته، گفته چون ثابت نشد که ایشون اقوا کرده، باشگاه تراکتور بازیکن رو اقوا کرده، پس ما فرض رو برای نمیذاریم که باید محکومش بکنیم، در صورتی که برعکسه، یعنی تراکتور باید اثبات بکنه که اقوا نکرده. بعد تو بخش قبلی شما گفتید هر دو، من یه سوالی پرسیدم که آقا مقصر کیست، کدوم سمت، عریضه بیرانوند یا باشگاه پرسپولیس؟ شما گفتید هر دو میتونن مقصر باشن و هر دو میتونن، یعنی اگه برن تو کس و حالا دادگاه بین المللی رأی رو به نفع خودشون به دست بیارن.
بعد یه توضیح دادید که بین این بخش خلاصه بازی فولاد و تراکتور بود، امکانش هست مردم براشون آقا مگه میشه؟ بالاخره یکی مقصر دیگه. خب ببینید، توی همونطور که عرض کردم یکی از پرونده‌های قشنگ ماست که خیلی میشه در موردش حرف زد، خیلی میشه در موردش نوشت. یه تشکر می‌کنیم از عزیزا بهرامن که یه پرونده قشنگ تو فضای فوتبالی ما به وجود آوردن. دقیقاً. و دو تا نکته داره این پرونده. یک، مطالبات، بحث مطالباته که آیا مطالبه بوده یا نبوده و چه مطالبه‌ای باید باشه. یکی بحث محدوده زمانیشه. که تو زمان درستی فصل کردی یا نه. فرصت دست. یعنی الان پرسپولیس با توجه به توضیح شما میگه تو این محدوده زمانی من صحبت می‌کنم. آقای عزیز بهنام میگه که آقا نه، من از فصل قبل طلب داشتم. دقیقاً. وقتی میگیم مطالبات، صحبت اصلا همینه. توی رأی هم که بخونیم نوشته شده باشگاه پرسپولیس زمان کارشناسی اصلا اسنادی رو برای فصل پیش ارائه نمی‌کنه. و میگه من فقط مطالبات مال این فصله. توی الحاقیه نوشته کلیه مطالبات بازیکن باید تا فلان زمان پرداخت بشه. تاریخ رو کار ندارم. کلیه مطالبات. حالا یه بحث حقوقی من اصلا کوتاهش بکنم، عام و مطلق. یعنی قیدی نداره. ما وقتی میگیم کلیه مطالبات یعنی هر مطالبه‌ای که به این طرفین هست. ولی اومده ذیل الحاقیه که میگه این الحاقیه قرارداد فلانه. اینجا دو تا تفسیر میتونیم داشته باشیم که یه تفسیر اینه که خب وقتی ذیل اینجا اومده پس این مطالبات فقط مطالبات قرارداد 402 403 و 403 404 شه، قرارداد جدیدی که بعد اون فصل نوشته. از اون طرف بیرامه میتونه بگه آقا من مطلق گفتم، من مطالبات فصل پیشمو نگرفتم، من فصل پیشم طلبی داشتم، شکایتی نکردم، هیچی نگفتم، شما در واقع صحبتی با من نکردید، کسرش نکردید، پس بعد من پرداخت میکردید، من اینو گرفتم که اون هم باشه. وقتی میگیم کلیه مطالبات، این دو تا اختلاف دقیقاً صحبت و بحثی که دقیقاً داشتن اگر نگاه بکنید، حالا هر دو طرف هم که توی برنامه‌ها صحبت میکنن یا مصاحبه میکنن، دعوا سر اینجاست که این میگه فصل پیش نه، اون یکی میگه فصل پیش هم بله. هر کدوم که بتونن استدلال بهتری در دیوان داوری ورزش ارائه بکنند به نظرم میتونه که توی این بحث پیروز باشه. باز یه سوالی میشه پیش میاد، 4 ماه خورده ای از زمان طرح این موضوع گذشته، این همه دوست کارشناس به قول آقای شاه‌حسینی میگن آقا حتی همکاران من هم در مقام کارشناس اومدن نظر خودشون رو بیان کردن، بعد تازه ما میخوایم بعد از 4 ماه خورده که رأی اومده بریم توی مجامع بین‌المللی آقا اینو پرونده رو بگیریم، حالا شما کمکمون کنید؟ البته الان نمیتونم. الان که نه، بعد از مرجع رد شدن از استینا. نه میخوام بگم یعنی با توجه به چیزی که الان شما گفتید، یعنی احتمال این که استینا رأی رو تغییر بده هست؟ ببینید، من اعتقاد دارم که اینجا یکی از امتحانات حقوقی تاریخی کمیته استینا است. این پرونده پیش بینی شما چیه؟ من پیش بینی حالا نمیخوام به قول خدا که اعمال نظر بکنم، ولی نظر من اعتقاد دارم این رأی باید در قسمت‌های دستخوش تغییر تحول بشه. تو کدوم بخش؟ به همین، به خصوصا به بحث تعلیقش، و باید این بره تو مدار قانون این رأی. بعد ما که همیشه قاعده ای است، همکارمون میدونن ما که حق نداریم در مقابل نص اجتهاد بکنیم. بله، این قاعده کلی است. خب حالا من عرضم این است که ببینید، شما الان به مسائلی فرمودید اصلا. من واقعا حیفم میاد الان فکر میکنید که دل همه ما، ما خودمون هم بارها خدمت شما هست که شما که دیگه واقعا تو دل فوتبال هستید الان مخلصم. من خودم سالها بازی کردم در رده پایین، الان همش داریم منتظریم تیم ملیمون بازی کنه ببره خوشحال بشیم. خب ولی خواهشم اینه که کسی از بحث تیم ملی در خصوص مسائل قضایی سوء استفاده نکنه. من چند مورد برای شما امشب آوردم جناب آقای توتونچی که این کارا رو نکردم. من دیشب واقعا حیفم میاد، نه دیشب خیلی ناراحت شدم. یه مقام رسمی رکن قضایی که در مقام حکم تو داره رأی صادر میکنه، رسما تو رسانه ملی اعلام میکنه به خاطر اینکه با تیم ملیمون بازی داره گذاشتیم بعد از تیم ملی. شما چرا در مراجع قضایی بین الملل ما میبینیم که پرونده ها خیلی دقیق و قانونی و با سرعت انجام آره میشه؟ شما یادتون هست بهار 1385 24 ساعت مانده به نیمه نهایی جام جهانی ریختن تو ارشاد که دفتر یا خونه مدیران آس میلان فکر میکنم و یوونتوس شب نیمه نهایی اونا این مصلحت اندیشی ها رو نکردن. بله، بعد اومدن یوونتوس رو یه رده پایین بردن و بعد آس میلان هم یادمه 3 امتیاز منفی از فصل بعد شروع کرد.
یا مگه ما از رونالدینیو رو یادتونه؟ این همه فوتبالیست های بزرگی بودن دیگه و افراد دیگه، داور معروف زندانیش کردن. من نمیخوام بگم که موضوع این پرونده با اونا یکیه، من میخوام یه هدف بگم که ده هر آدمی تو فوتبال دنیا اگر مرتکب تخلف بشه با توجه به نوع تخلفش، میزان تخلفش و انطباق با موازین قانونی، بدون مصلحت اندیشی های این چنینی باید رسیدگی بشه. ما معدن تو کشور ما معدن بازیکن جناب توتی، من هیچ موقع نمیخوام اصلا بحث فنی اجازه نمیدم به خودم بخونم، اجازه نمیدم، صلاحیت این کار رو ندارم، ولی بخوام بگم که اینها رو من خواهشم اینه که با قضاوت ما این رو همراه نکنیم این مسائل رو. اون بازی رو یادم، شب بازی 24 فینال جام جهانی بوفون و یوونتوس. آره بوفون، بوفون بود، دل پیرو بود تو یوونتوس بودن، رأی اعلام شد، گفتن اینا روحیه‌شون ضربه می‌خوره، از نظر ملی گفتن توجه نکردن، رسیدگی کردن. اما خب اونجا قانون براشون مهم بود دیگه، رسیدگی کردن و اون داور آلمانی رو گرفتن زندان کردن به اون به قول معروف درجه ای که اون داشت، اسمش رو الان یادم رفت، و رونالدینیو معروف. بله بله. خب و مصادیق فراوانی از این مسائل بوده، نگاه نکردن آقا این در چه مقام و جایگاهی است. خیلی مطلب مهمیه. شما شاید ظاهر مردم عزیزمون گوش کردن که میگه فرشته عدالتی که باید با چشم بند، یعنی هیچ چیز نبینه، هیچ کی هستی، کجا هستی، مقامت چیه، چقدر نفوذ داری، چقدر پارتی داری، چقدر پول داری. اصلا اینا تو قضاوت هیچ معنی، البته اینطور کار کردن و اینطور قضاوت کردن خیلی هزینه داره و خیلی شاید برای بعضی سخت باشه. اینطور قضاوت کردن تو جامعه کنونی فوتبال ما اولین آثارش اینه که میزه رو از دست میده، یا باید میزو بچسبی یا اجرای دقیق قانون. شب وجدان درد آدم نباید داشته. واقعا متاسفم. آقای باختر نظر شما؟ ببینید نکته که وجود داره تو پرونده، شما قبل از اینکه بریم برگردیم سوال خوبی رو مطرح فرمودید که میگن چند تا پرونده است که جریمه شده ولی بازیکن محروم نشده. من در مورد عرض به خدمت شما مشخصا آقای مهدی طارمی، پرونده آقای مهدی طارمی که خب ایشون رفته بودن برگشتن بعد دو پنجره بسته شد و 6 ماه محرومیت و اینا، شما یه توضیح دادید. این سوالی بود که دوستان ارسال کرده بود، بفرمایید. خب اگه مستاقی همین موضوع مد نظر نه 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 بود؟ قبلش بود، حالا اینم عرض می‌کنم خدمت. حالا اون قبلیه رو بگید بعد بریم سراغ اون پرونده. چشم. ببینید نکته‌ای که هست اینه که توی پرونده آقای طارمی، مهدی طارمی اومد رفت با ریزاسپور اگه اشتباه نکنم قراردادی رو منعقد کرد، بعد برگشت پشیمون شد، اومد یه قراردادی هم اینور منعقد شد و قراردادش هم ثبت کردن و شروع کرد به بازی کردن که ریزاسپور اومد شکایت کرد مبنی بر فسخ غیر موجه. و توی اون پرونده اتفاقی که افتاد این بود که به جای اینکه شاید باشگاه پرسپولیس بهتر بود میومد فقط از خودش دفاع می‌کرد و خودش رو می‌کشید کنار، اومد و اعلام کرد که ما یک زمانی نشستیم دور میز، حالا طبق صحبتایی که فکر کنم طاهری هم انجام داده بودن، نشستیم دور میز و یه توافقاتی داشتیم، اون توافق اون روز کردیم، ما تاریخ قراردادمون رو همونجا گذاشتیم. که توی پرونده چه توی فیفا چه توی کس، کسایی که دارن استیم کام براشون این سوال به وجود میاد که باشه بازیکنت بود، اگر بازیکن شما بود و قرارداد داشت وقتی رفت ریز اسپورت هیچ واکنشی نشون ندادی، آی تی سی هم صادر کردی، اگر شما قرارداد داشتی چه آی تی سی صادر کردی؟ و اونجا اشتباه بود از در واقع اون موقعیت که باشگاه پرسپولیس برای خودش در نظر گرفت، میتونست خودش بکشه کنار چون مهدی طارمی احتمال محرومیتش بسیار بالا بود. هیچ ربطی یعنی شبیه نیست. شبیه نیستن به هم. در همین عرض کنم. ولی شما سوال پرسیدید که میگن چند تا پرونده هست که توی اون پرونده ها ما بازیکن محکوم شده اما محروم نشده، بله. بهش فقط غرامت عرض کردم. توی نکته که وجود داره اینه که اون پرونده ها یه خیلی تعدادشون کمه، در حد مثلا 2-3-4 تا است کلا در این حجم از پرونده ای که آرایی که شاید 10,000 تا باشه. اتفاقی که افتاده چی بوده تو اون پرونده ها؟ یک شرایط بسیار 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 خاصی هست که مثلا یه پرونده است، حالا اسم کاملش یادم نیست ولی اسم پروندهش هنریک است. توی اون پرونده بازیکنی با یه باشگاه هندی قرارداد می‌بنده، اوج دوران کرونای هند و اون شرایط و اینها، بازیکن نمیره و حالا باشگاه هم یک سری واکنش‌هایی داره. اون مجموعه شرایط باعث میشه که اون پنل فیفا تصمیم بگیره که اون قضات که اونجا هستن که این رو محکومش نکنیم. یه مقدار فضای اون پرونده‌ها با فضای پرونده آقای بیرانوند متفاوته و فکر می‌کنم حالا اگه بخوام نظرم در مورد سوال اولتون عرض بکنم، اگر بخوام بگم نظر کمیته محترم استیناف چه خواهد بود، فکر می‌کنم که نظرشون خیلی نزدیک به همین پرونده‌های خاص خواهد بود. آها، کمیته استیناف. خیلی خوب، سلام می‌کنم به جناب آقای سعید مظفری‌زاده مدیر عامل محترم باشگاه تراکتور، وقتتون بخیر. توضیحاتی رو
مردم دارن در خصوص پرونده آقای علیرضا بیرانوند. بفرمایید آقای مظفری زاده. آقای توتنچی، منم خدمت شما و مهمونای محترم براتون جمع شاه حسینی و آقای باختر سلام عرض می‌کنم. البته من بیرون بودم، برنامه رو ندیدم، الانم دست تلویزیون ندارم. فقط تماسی که دوستان داشتن گفتن که آقا برنامه‌ای هست که داره برگزار میشه و بررسی پرونده آقای بیرانونده. بله. به هر حال من احساس وظیفه کردم که بیشترم احساس وظیفه و دین کردم نسبت به تیم ملی و کشورم که حقیقتش مهم تو برنامه و صحبتی گفتم بکنم. حالا بحث باشگاه و بحث پرونده حقوقی بیرانوند رو چی میگم؟ آخه آقای مظفری زاده، پیوند علیرضا بیرانوند با تیم ملی پیوند درستی نیست. اگه شما اجازه بفرمایید من صحبت بکنم. بفرم. من در خدمت شما خواهم بود. در خدمت شما هستم. بحثی بحث کاملا تخصصی و حقوقیه. من بارها گفتم، پیشم توی برنامه دیگه صحبت کردم، تو رسانه‌ام گفتم که ما احترام میذاریم و رسم ادب و روال کاریه که آدم به ارکان قضایی که قضاوت کننده هستن با احترام بذاره، نظرشون رو بپذیره. این کارو کردیم، هر چند که نسبت به رأی ما هم معترضیم، معتقدیم که آقای بیرانوند کاملا تو این پرونده محقه، وکلای باشگاه، وکیل خود ایشون. اعتقاد داریم که اصلا ایشون نباید حتی جریمه براش در نظر گرفته میشد، ولی احترام میذاریم به تصمیمی که گرفته شده، به مسئولینی که این تصمیم رو گرفتن و طبق روال و اصول خودش در چارچوب قانون اعتراض خودمون رو به کمیته استیناف میبریم و پیگیری میکنیم. این راجع به بحث حقوقی. اما بحث من آقای توتونچی یه بحث دیگه است. من نمیدونم، ما باید در آستانه دو تا بازی حساس تیم ملی هستیم. ما اگر حمایت نمیکنیم حداقل نیاییم شرایط تیم خودمون رو بدتر نکنیم. دروازه آقای مظفری زاده واقعا ربطی نداره. شما، من جسارت میکنم، و مگه تیم ملی فوتبال یه دونه بازیکن داره؟ مثلا سید حسین حسینی، پیام نیازمند، معارض اخباری بازیکن تیم ملی نیستن آقای؟ مگه اونها دروازه‌بان نیستن؟ شما نظرتون اینه که دروازه‌بان، یعنی جابجایی بازیکنان رو در نظر گرفتین، جایگزین هم مشخص کردین، محکوم هم کردین بازیکن رو، و میگین که آقا باید یه فرد دیگه ای توی قبل از اینکه ارکان قضایی نظر بدن؟ نه، الان که آقای بیرانوند تو لیست تیم ملی هستن، تو ارگان هستن. بله، خب بعد سرمربی هم تشخیص میده کی بازی کنه کی بازی نکنه. آقای مظفری زاده، دروازه‌بان ثابت تیم ملی، ولی پیوندش با پرونده تیم ملی من میگم اشتباهه. نه، منم راجع به برنامه امشب شما در صحبت میکنم، میگم اگر حمایتی از تیم ملی کشورمون نمیکنیم، حداقل شرایط رو با تیم ملی. الان برنامه ما چه تضاد منافعی با دو تا بازی تیم ملی؟ شما با روح و روان دروازه‌بان اول تیم ملی کشور دارین بازی میکنین و آماده، یعنی تمرکز ایشونو به قول وکیل باشگاه پرسپولیس که گفتن که دروازه‌بان تمرکز نداره و تو دروازه وای میسه و گلای آنچنانی میخوره، این عدم تمرکز. آقا خودش این کارو کرده، ما که نگفتیم بره فصل کنه. این تمرکز رو رسانه داره ایجاد میکنه. حالا عدم تمرکز و لطمه دادن. آقا خودش بعد از بازی تراکتور با فولاد اومده مسابقه کرده، گفته من شیرینی دادم. اگه ما گفتیم بگه یا ما گفتیم بده؟ شما نگفتیم، ولی میگم شما حداقل میتونید در آستانه بازی ملی به عنوان رسانه ملی اگر حمایت نمیکنین، حداقل به تیم ملی. آقا در آستانه بازی تیم ملی که واقعا کلیشه است. نه کلیشه نیست، عین واقعیت. حالا شما نمیخواید واقعیت رو بپذیرید، جامتون چیه؟ بحث دیگه است. شما میدونید هیچ جای دنیا آقا ما چیکار کنیم؟ ما اجازه بدیم که آقای بیرانوند هر کاری که خواست شما بازی کنید تیم ملی انجام بده؟ نه، نیست. آقای بیرانوند، شما نمیتونید به عنوان مرجع، مگه مرجع قضایی هستی که تصمیم گیری؟ مرجع قضایی یه تصمیم گرفته تو روال و چارچوب قانونش. آقا ما مرجع قضایی نیستیم، ولی کارشناس قضایی آوردیم. کارشناس قضایی آورد، همین رو میگم خدمتتون. کارشناس قضایی رو شما میتونید بذارید بعد از بازی تیم ملی بیارید، نه در آستانه بازی تیم ملی. من همین صحبتم همین اتفاق است که شما در نه تنها کمکی به تیم ملی نمیخواید بکنید، بعد این مشخصه. آقا کمیته تعیین وضعیت دو روز پیش حکم داده، دو روز بازی نداشت. آقا توتونچی، بعد من اینه که عین واقعیت، چه شما بپذیرید چه شما نپذیرید، عین واقعیت اینه که شما دروازه‌بان تیم ملی، چه تیم ملی رو که فردا باید از دروازه تیم ملی کشورمون دفاع کنه و یه بحث ملی نه تنها حمایتی نمیکنید، بلکه ذهنش و تمرکزش هم رو داره از بین میبرید و این کار یه کار ضد منافع ملیه. آقای مظفری زاده، من یه جمع‌بندی ببینید، اینکه اولا ضد منافع ملی نیست، بعد توضیحاتی که
توضیحات که شما دارید میدید در مورد این پرونده که با توجه به توضیحاتون برمیگردیم دوباره به همون بحث مصلحت اندیشی که دو کارشناس محترم ما اشاره کردن، اولویت پس داره با توضیحات شما بر عدالت. شما اگر بحث قضایی نکردیم در فدراسیون فوتبال دچار مصلحت اندیشی و این داستانا اونا هم رو میخوایم متهم کنیم، من اصلا به اون ورود نمیکنم، اونا خود فدراسیون باید بیاد دفاع کنه، اون یه بحث دیگه است. من داره راجع به تیم ملی و تیم تراکتور میگم حالا تیم تراکتور رو رسانه ها از توی مرکز چپ و راست طرف حاشیه میبرن، یه طرف تیم رو راجع به صحبت میکنن. بماند ما آقا شما که رسانه رو مقابل تیم ملی گذاشتید، مقابل تراکتور گذاشتید، مقابل همه ایران وایسادی، در مقابل تیم ملی کشورمون هم شما احساس مسئولیتی نمی‌کنید، مثلا روی آقای عزیز بهرامند خط نیفته، این اصلا جای دفاع نداره. و واقعا من فقط بابت این مسئله می‌خواستم صحبت کنم و قضاوت رو بذاریم به عهده مردم و اونایی که ببینن این کاری که شما می‌کنین در جهت و در راستای منافع ملی کشورمونه یا در خلاف جهت منافع ملی کشورمون. من صحبت دیگه‌ای ندارم، قضاوتم رو می‌کنم. اجازه بده من آقایشون نگه دارید خوشحال. یه لحظه آقای مظفری زاده، دو مهمونه جانتون بی بلا، مهمونای ما کارشناسای حقوقی ما هم اینجا هستن، می‌خوام وارد بحث بشن. ممنون. من بحث حقوقی آقای مظفری زاده، من شاه حسینی هستم. آقای شاه حسینی می‌خوان یه نکته اضافه کنم. بله آقای شاه حسینی، سلام. منو به خاطر دارید آقای مظفری؟ خواهش میکنم آقای مظفری. من آقای مظفری زاده، شما فکر میکنم جز اون آدمایی باشی که بتونی گواهی بدید برای بنده و بنده نوعی. خب یه لحظه آقای مظفری، آقای مظفری زاده، من یه مقدار سنم از شما میشه. من شما رو در دورانی که اصلا قضاوت میکردم در فوتبال، شما سوت میزدید یادتون هست؟ همیشه به عنوان داور نمونه و پاک از شما اسم بردم، همیشه. زنده باشید، لطفه. الان من خواهشم اینه، یه لحظه تلفنتون قطع نکن، دو سه نکته رو مطالب من گوش کن. اولندش من شما رو توصیه به این میکنم، کاش که قبل از اینکه بیاید رو خط برنامه، این صحبتهایی که اینجا مطرح شد رو شما یه مروری میکردید. یک. دو در ثانی آقای مظفرزاده، من هیچ موقع در طول مدتی که شما رو میشناسم، الان رفتید تو کار مدیریتی و باید خیلی با حوصله با طمأنینه تر صحبت کنید. من واقعا به عنوان برادر بزرگتر به شما عرض میکنم که به این شکل نفرمایید. چرا؟ ما مستاقایی زدیم که در زمانی که خود شما سوت میزدید، اتفاقاتی رو که تو بحث قضایی تو فوتبال دنیا افتاد، بدون اینکه توجه بکنن، مثلا از کردم موضوعات مختلفه اومدن رسید. مگر ما امشب اینجا صحبتایی که کردیم، مگر ما هجمه و حمله ای به کسی کردیم؟ نه، ما گفتیم این رأی اصلا حق ندارن طرفین این همه هجمه بکنن. دو مرحله دیگه دادرسی در این پرونده وجود داره. بلد. و من یه نصیحت هایی کردم به بازیکن شما به عنوان بازیکن بزرگ تیم ملی، همون نصیحتایی که زمانی که شما داوری میکردید به بزرگان تیم ملی وقت میکردم، که بهشون میگفتم نکنه شما رو مستی شهرت و مستی ثروت و اینها گرفتار بکنه. آقای مظفری زاده، اصلا به نظر من آقای بیرانوند، باشگاه تراکتور و پرسپولیس باید از این اصلا به تیم ملی و اینا، من خودم دارم ثانیه شماری میکنم با عشق بازی تیم ملی رو ببینم برنده بشم، ولی من خواهشم اینه اگه شما برای باشگاه، من ندیدم وکیلتون خودتون برای باشگاه تراکتور دارید کار میکنید، تصدی مدیریت اونجا رو دارید، جناب سعید جان به شما دارم میگم همینجان. خب من خواهشم اینه که از مجاری قانونی پیگیری کنید. من میتونم سوگند بخورم که حداقل از جانب خودم و حتی شناختی که از آقای توتینچی و همکاراش دارم، اصلا ابدا این نیت نیست که به تیم ملی چی کار داریم. شما یادتون هست یوونتوس و آس میلان و رونالدینیو رو این اون داور آلمانی رو یادتون هست؟ اجازه میفرمایید جناب شاه حسینی، من کلامم اگر اینطوری بود، باید به نظر من کمیته تعیین وضعیتم این رأیم این همه ماه نگه داشت، باز اونم نباید ابلاغ میکرد. پس آقای مظفری جان، جناب شاه حسینی اجازه میفرمایید؟ بفرمایید آقای مظفری زاده، بفرمایید. چه من جا داره ارادت منم که خودتون میدونید که نسبت به شما و همه عزیزان به حال اطلاع دارید. من اصلا بحثم در رابطه با بحث مسئله قضایی، اول برنامه تاکید کردم نسبت به این موضوع که من اصلا راجع به پرونده آقای بیرانوند صحبت نمیخوام بکنم.
من داره اینو عرض میکنم، مثلا این یه بحثیه که در تخصص شما و در تخصص دوستانی هست که رأی صادر کردن و یه بحث کاملا حقوقی، یک کلمه هیچ جای شما جناب شاهزینی پیدا نخواهید کرد که ما راجع به بحث حقوقی آقای بنامد مدیریت باشگاه یا مسئولین غیر از مسئولین حقوقی باشگاه صحبت کرده باشه. اصلا به خودمون این اجازه رو نمیدیم. الان هم اصلا روی سخن من با جناب عالی یا صحبت های شما و یا جناب آقای باختر نبود. من آقای شما میفرمایید که برنامه رو با دیده باشید. من اتفاقا اولین گله‌ای که کردم تماس با آقای میر گرفتم. من این گله رو کردم که آقا اگه برنامه بود راجع به علی بیرانوند حداقل ما رو هم رو در جریان می‌داشتین که ما میگفتیم آقا واحد حقوقیمون بشینه برنامه رو ببینه، اگر صحبتی هست، اگر بحث حقوقی هست که باید پاسخی داده بشه بیان عزیزان روی خط و راجع به این بحث حقوقی کنن. یا یه مباحثه هست، هیچ اشکالم نداره. مباحثه دیشب دعوا کردن سعید. آقا وکیل آقای بهرامون کامل در جریان این موضوع بودن و ترجیح دادن صحبت نکنن. نه خب اجازه بدید من راجع به وکیل باشگاه تراتور صحبت میکنم. من دارم میگم که اگر که قرار راجع به بازیکن تیم ما صحبتی بشه، این واقعا این حق و قائل میشدیم برای باشگاه تراتور که در جریان بخش همچی برنامه‌ای باشه که ما بگیم آقا باش برنامه رو ببینن و وکیل ما برنامه رو ببینه و بیاد و در رابطه مسائل آقای مظفری‌زاده من میتونم از شما یه سوال بپرسم؟ اجازه بفرمایید در رابطه با صحبت آقای شاهوتی من خدمت شما عرض کنم. بنابراین ما هیچ جسارتی نسبت به شما و یا مباحث مطرح شده و اصلا بحث تخصصی حقوقی نداریم. من اینو میخوام عرض کنم و این اگر کسی تخلف کرده، من خودم معتقدم هر کسی و در هر جایگاهی چه بازیکن چه مدیر هر کسی تخلفی کرده باید جوابگو باشه به قانون. اینم که جای خودش محفوظ، ما اصلا نسبت به اینم حرفی نداریم. بنده صحبتم اینه که یه حکمی صادر شده، دو روز دیگه هم تیم ملی بازی داره. در آستانه بازی ملی آیا این که ما بیایم بحث محکومیت بازیکن، محکومیت حالا اون چیزایی من برنامه ندیدم ولی شنیدم راجع به مسائل غیر پرونده‌اش هم صحبت شده، راجع به اینکه آقا این بدتر شاد کیفری باشه، از این صحبت چنین، آیا این در راستای منافع ملیه که کسی که باید در دروازه تیم ملی قرار بگیره 48 ساعت دیگه و از اعتبار کشور دفاع کنه بیاد این چنین راجع به صحبت بشه که بهش انعکاس هم قطعا داده خواهد شد و تمرکزش از بین بره؟ آیا جای این برنامه اینجا بود؟ آیا باید تو این با کسی نمیگه قابل بررسی نکنی؟ چرا بررسی کنی؟ اگر یه حکم قطعی محکومیت دارید اصلا همین امروز طرفو بگیرین، اصلا از تیم ملی هم خارجش کنید. ولی وقتی یه پرونده در جریان هست، آیا این در راستای منافع ملیه که ما 48 ساعت قبل از تو بازی حساسی که در پیش رو داریم این چنین طرف رو به چالش بکشیم و ذهنشو درگیر کنیم؟ ما عواقب این عدم تمرکز رو در باشگاه خودمون دارم شاهدی دیدیم و دیدیم که علی بابت این لطمه که رسانه ها بابت این فضا سازی ایجاد کردن چقدر لطمه خورده، چقدر تمرکزش از بین رفته. ما آقای مظفری زاده ولی در راستا این کارو نکن، دیالوگ داشته باشیم به جای مونولوگ. بفرمایید. زنده باشید. من میگم باشگاه شما که به هر حال قابل احترام هستید، الان هم در جایگاه مدیر عامل باشگاه پرطرفدار تراکتور، باشگاه تراکتور کمیته انضباطیش بهرامند رو فرا خونده به کمیته انضباطی باشگاه؟ ما قطعا مسائل درون خانواده‌مون رو به بیرون منتقل نمی‌کنیم. ما هر چیزی که وظیفه نه بله یا خیر دیگه، ما که نمی‌گیم جزئیات چی بگیم. یه مسئله درون خانوادگیه، ما این درنه که ببینید منافع ملی میشه 80 خورده میلیون ایرانی. چون آقای بهرامون شما تاکید می‌کنید بازیکن تیم ملی هم منافع مسائل تو خانواده‌تون رو شما دعوت کردین از آقای بهرامون؟ شما مگه مسائل تو خانواده‌تون رو میگی تو تلویزیون مطرح می‌کنی؟ آقا سوالی که با سوال جواب نمیدن دارین. گفتم من از شما پرسیدم، گفتم هیچ وقت مسائل درون خانواده‌مون من از شما پرسیدم، گفتم موافق دیالوگتون رو میدم، میگم که من دیالوگ داشته باشیم مونولوگ نباشه. شما گفتید بله میخوای من نمیپرسم سوال شما بفرمایید. من خدمت شما عرض می‌کنم که نه الان نه هیچ وقت دیگه شما از زبور بنده مسائل درون تیمی ما رو نخواهید شنید. آقای مظفری زاده این اصلا موضوع درون تیمی نیست. آقای عزیزا بهرامون بعد از بازی تراکتور و فولاد اومدن مصاحبه کردن، داستان 5 میلیارد و شیرینی و رشوه رو مطرح کردن. میخوام ببینم این تو خانوادم نبوده، جلوی همکاران زحمتکش من بوده و انعکاس هم پیدا کرده. با اینجا جنبه عمومی داره ولی اون قسمتی خب. که ما با آقای بهرامون چه جوری نه آخه شما میگی آقای مظفری زاده اگر بله اگر باشگاه تراکتور مدعیه که برای من مهمه که شخصیت
تیمی و بازیکنی که حالا الان در قالب تیم ملی منافع خود شما باید پیش قدم باشین دیگه در برخورد با آقای بهرام شما از کجا میدونید ما پیش قدم نبودیم؟ من سوال پرسیدم گفتم بله یا نه اینکه مظفری زاده رسانه‌ایش کنید خیلی مهمتره برای مردم. به هر حال این بازیکن بخشش منافع ملی در تایید صحبت شما. مردم هم همچین توقعی ندارن که مسائل درون خانوادگی ما رو بخوایم به صورت علنی مطرح کنیم. ما قطعا هر چیزی که درون خانواده تراشور اتفاق بیفته ما خودمون بیشتر از هر کس دیگه دلسوز و پیگیر مسائل باشگاه هستیم. پس آقا شما نمیتونید ما رو مؤاخذه کنید به عنوان یک رسانه عمومی که چرا الان ورود کردیم و در مورد آقای بهرام‌وند داریم صحبت میکنیم؟ بله به خاطر اینکه این بحث یه بحث کاملا ملیه و شما من قضاوتم گفتم شما به مردمی که بیننده برنامه شما هم اونا قضاوت کنن که آیا کار شما و برنامه شما امشب در راستای منافع ملی بود یا در جهت خلاف منافع ملی. اینو ما رو سپردن به مردم قضاوت بکنن. آقای مظفری زاده من خواهشم اینه چون بحثش جنوالی با آقای توتونچی فکر کنم طولانی بشه. بله. من اینجا میخوام جمع عوض بکنم با آقای توتونچی. آقای سعید جان من همون آدم 17-18 سال قبل که یه تنه برای منافع و دفاع از سوتای شما وای بیستادم جلوی خیلی از اشخاص با نفوذیاتون است. بله صد خب در صد اینو من تایید میکنم. مطمئن باش که من تغییر روش ندادم، اون سمت ها رو تحویل دیگران دادیم و این طبیعیه و من 18-19 سال سنم فقط بیشتر شده آقای مظفر. اگر ارادتمند شما هستم سعید جان، اگر خودت علاقمند بودی من واقعا فقط به جهت کمک به حوزه شاید مدیریت خودت شخص جنوالی اصلا جز مدیران من خواهشم بله پاسخگو هستم. من آره آقای مظفری آخه من اگر کسی دیگه بود شاید اصلا باهاش صحبت نمی‌کردم. آقای مظفری زاده اگر خودت دوست داشتی من شما رو تلفنم همون 18 سال قبله. خب بله چشم. اگر دوست داشتی به من خصوصی زنگ بزن یه سری از مسائل رو که واقعا شاید در کمک به مدیریت شما به پرونده کاری ندارم. بله. من یه سری مسائل خدمت شما عرض بکنم. من حتما تماس میگیرم. ضمن اینکه بحثی که من میکنم یه بحث کاملا فنی و فوتبالیه و یعنی من هم نسبت به آقای محمد میر هم نسبت به خود آقای توتونچی ارادت کامل دارم. خودشون هم میدونن و رفاقت هم داریم با عزیزان. من توقعم از آقای سعید مظفری زاده در کسوت مدیریت فوتبال داوری تموم شد. در قسمت مدیریت فوتبال من خیلی ازت توقع بیشتر دارم. آقای شاه حسینی شما حالا دارین نقش منو بازی میکنید پس انصاف و عدالت رو من برقرار کنم. آقای باخترم وارد بحث بشن. کل صحبت ما در این که آقای مظفری زاده با سوادن سالمن و به هر حال جزو کسایی بودن که در متن فوتبال بودن، الان به عنوان مدیر عامل باشگاه پرطرفدار تراکتور همیشه پاسخگو بودن، هیچ کی شکی نداره. ما اصلا کاری به شخصیت حقیقی همدیگه که ندیدیم، ولی در قالب شخصیت حقوقی میگیم آقا نباید اشتباه یک بازیکن رو پشت اسم تراکتور و تیم ملی پنهان کنیم. همین آقای باختر. ما بنده هم با فرمایش شما نه در رابطه با تراکتور، در رابطه با هر نقطه و هر جا و هر باشگاه و هر ارگان دیگه این مسئله رو موافقم و معتقدم که هر جا اگر تخلفی شده در هر جایگاهی با برخورد بشه. باریکلا. صحبت من در رابطه با جناب توتونچی، صحبت جان. من در رابطه با زمان و مکان این صحبت هاست. یعنی من در تمام کلام من برمیگرده به این که این برنامه‌ای که امشب برگزار شد در آستانه بازی ملی زمانش به هیچ شما مناسب نبود و در راستای منافع ملی نبود، به خاطر اینکه یه حکمی داده شده اگر نقضی هست، اگر تخلفی هست، اگر جای برخوردیت باید در جای خودش انجام میشه. الان که محکومیت ما فعلا داریم بررسی میکنیم آقای مظفری زاده، ما اصلا در جایگاهی نیستیم که حکم بخوایم. خود میکرد تمام همه صحبت منم همینه، میگم شما این بررسی رو میتونستید بذارید بعد از بازی تیم ملی بکنید. شما حکمی که صادر نشده، محکومیتی که صادر نشده که بگین آقا محکوم رفته اونجا داره بازی میکنه یا یه محکوم داره ازش به خاطر اینکه توانمندی داره محکومیتش ازش چشموشی شده. بنده داره خدمت رو عرض میکنم. نه آقای مظفری زاده فرمود شما متین، ولی شما فرمودید ما حکم دادیم، ما هنوز چیزی رو حکم ندادیم، فقط بررسی کردیم. دو تا کارشناس محترم حکم میگم دادن بر اساس حکم داده شده، یه روالی داره طی میشه، ولی شما در جایگاه نقد و بررسی
میتونستیم اینو بزنیم در یک فرصت دیگه که حداقل تیم لطمه نخوره. من چون تیم باشگاهیم لطمه خود در پس دقیقاً دیگه. انتقاد شما به ما اینه که تو بازه زمانی حال حاضر مناسب. متشکرم. من ابتدای اینو خدمتتون عرض کردم. گفتم من اصلا وارد بحث موضوع برنامه شما نمیشم. اصلا ندیدم که بخوام راجبش اظهار نظر کنم و تخصصی هم ندارم. در رابطه با بازه زمانی که در مطرح میشه میگم که این واقعا چون این درد رو کشیدیم ما، این تجربه رو کردیم، این فشار و این تأثیری که روی تمرکز بازیکن میذاره ما به عینه تو باشگاه خودمون دیدیم. من به عنوان یه ایرانی واقعا دلم میسوزه که فردا صبح تیم ملی کشورم در آستانه دو تا بازی حساس هم همین مشکل براش پیش بیاد. بنده تمام صحبتم هم همینه ولا غیر. سعید جون برنامه‌های دیگه هم من اونا رو هم اعتراض کردید شما همینطور که به همین قضیه تو این همین ایام گذشته 24 ساعت گذشته 48 ساعت گذشته این همه تو رسانه‌ها به این قضیه به همین شکل شدیدترش پرداخته شد که دیشب به نظر من یه مرافعه خارج از عرفی هم شده. چه اون موقع هم اعتراض کردی؟ آقا من اصلا باور میکنم، من خودش دیشبم با من صحبت شد، تماس گرفتم، من تو جاده بودم، صداشون گفتم مثلا من ندیدم برنامه چی بوده. درسته. ولی به هر حال هر برنامه‌ای که باشه در چارچوب رسانه ملی خودمون بوده دیگه. این رسانه ملیه که باید مثلا رسانه ملی باید بیشتر از همه پشتیبان تیم ملی باشه، رسانه ملی باید یار 12 تیم ملی باشه. من این واقعا گله رو بکنم از مدیرای رسانه ملیمون که واقعا این مسئله رو در نظر بگیرن. این تمام این نکات ریز فوتبال فقط داخل زمین نیست، فوتبال ابعادش گسترده است، مسائلش گسترده است. ببینیم ما اگه الان این بازی‌ها رو دست کم بگیریم، چیزها رو جزئی انگار کنیم و بریم جلو و خدای نکرده نتیجه نگیریم، اگه به جام جهان نرسیم لطمش و حسرتش به دل تک تک ایرانی‌ها در همه جای دنیا خواهد بود. من صحبتم تمامش اینه که آقا دوستان عزیز، هر صحبتی از هر بحثی از هر کم تخلف کرده در هر جایگاهی باش برخورد بشه، هیچ بحثی هم نیست، ولی این مسائل رو لحاظ کنیم، پشتیبان باشیم، حامی باشیم و هر چیزو در جای خودش در متشکرم آقای مظفری‌زاده. خیلی متشکرم، ببخشید که من ممنون که روی خط. خیلی متشکرم از اینکه ما رو تماشا می‌کنید. به هر حال همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه شب‌های فوتبالی. برای بچه‌های تحریریه شب‌های فوتبالی این خبر رو اختصاصی می‌خوام خدمت شما اعلام کنم. آخرین خبری که برای بچه‌های تحریریه شب‌های فوتبالی به من اطلاع دادن و انتقال دادن اینه که سرمربی باشگاه استقلال ایرانی نیست، چون تو روزهای گذشته صحبت از آقای فراد مجیدی هم شد، اما شما مطمئن باشید که سرمربی فصل به حال 24 در ادامه از هفته هفتم به بعد، حالا آقای سهراب و بختیاری زاده اومدن در هفته هفتم روی نیمکت استقلال نشستن، شوکه به نظر میاد، به موقع بود اما بد موقع برای هواداری که 6 تا شکست خورده بود. هفتمی هم علارغم بازی خوبی که انجام داد هوادار با سید مهدی رحمتی، چون یه گل زدن، یه پنالتی هم که حالا در ادامه در موردش صحبت می‌کنیم، کارشناسا گفتن آقا هند دست توپ به دست سیلوا خورده بود و اینا، میتونست هوادار نتیجه بهتری بگیره، اما خب میگم این شوکه برای استقلال خوب بود و بد موقع برای هوادار. من اون چیزی که شنیدم آقای خولیو ولاسکز که اسپانیایی هم هست قراره سرمربی تیم استقلال بشه در ادامه، و البته که همچنان صبر می‌کنیم ببینیم باشگاه استقلال خودش توی حالا یا سایتش یا توی عرض به خدمت شما روزهای آینده اعلام خواهد کرد، یعنی نهایتاً 2-3 روز، نهایتاً 3-4 روز آینده این اتفاق خواهد افتاد و اعلام خواهد شد. اما خب اون چیزی که من شنیدم سرمربی اسپانیایی است. بریم خلاصه بازی هوادار استقلال رو ببینیم و برگردیم و همچنان در خدمت شما هستیم. خیلی متشکرم از اینکه ما رو تماشا می‌کنید. در پایان عرض به خدمت شما بخشی که تقدیمتون کردیم آقای حسینی دروازه‌بان تیم استقلال یه نکته بسیار بسیار مهم و کلیدی گفتن که اسپانسر یکی از باشگاه‌ها گفته فست کن بیا 5 میلیارد بهت میدیم. هر جوری من تو این بازه زمانی با خودم دو تا چهار تا کردم دیدم 16 تیم لیگ برتری داریم، الان مگه چند تاشون اسپانسر دارن که مثلا فعالیت مستقیم در فوتبال هم داشته باشه. این در خودش جالب بود برای منی که خب از صبح تا شب سرم تو این فضای خبری است و رسانه‌ای است، و بازم تاکید میکنم این حرف آقای حسینی جمله کلیدی این گفتگو بود. سلام میکنم به جناب آقای محمدرضا ابوالفضلی کارشناس داوری، وقتتون بخیر. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما، دست اندرکاران این برنامه خوب و همچنین بینندگان عزیز، در خدمتتون هستم. اینم خود آقای حسینی گفته
آ دوربین کو. اینم خود آقای حسینی گفته فردا نگیم منافع ملی به خطر افتاد. دقیقاً همون شرایطی بود، دروازه بان یه تیم پرطرفدار و البته که خودشون اون یه سری چیزایی رو گفتن، ما منکاس دادیم، ما پخش کردیم و اساساً همکارای من میکروفون رو گرفته بودن، ایشون میتونست اینم نگه ولی خودش خواست و گفت. پس منافع ملی به خطر نیافتاده، به ما ربطی نداره، ما فقط انعکاس دادیم عملکردمون این آینه است. آقا خیلی مخلصی، زنده باشی. هفته هفتم داوریا چطور بود؟ والا در خصوص بازیه که وی آر داشت، خب وی آر آنچنان که باید و شاید اصلا کار نمیکنه. من خودم منتقد جدی این بحث هستم، با اینکه با این سیستم من کار کردم و اشراف کامل دارم و تجربه کافی دارم به اندازه لازم برای کار با این سیستم. این اونی نیستش که خود اهالی فوتبال دارن میگن، واقعا من بهشون حق میدم. چون اگه قرار باشه تو هر بازی شما بیا ببینی یه تا یه تایمی شما قطع، یه جا نیست، یه جا هست. خب اصلا زیبا نیست. داورا رو میاریم تو اتاق میشونیمشون، آمادهشون میکنیم برای استفاده، بعد میگن سیستم قطع نشستن. اصلا این اونجوری نیستش که بخواد این سیستم به اون شکل کار بکنه. ما اومدیم که کمک کنیم به اجرای بهتر عدالت، کمک کنیم به خیال راحت داورا برای قضاوت که تنش نداشته باشن. خود این شده الان تنش بله. داورا دوستان مسئول مغز و اعصابن دیگه. ببینید مغز و اعصاب الان مشخصا الان می‌بینیم به اتفاق، بریم ببینیم موافقی. بله فقط دو تا سر صحنه، مشخصا سر صحنه بازی استقلال و هوادار. ببینید من اینو عرض کردم، یک بار دیگه هم میگم، آخه ما فقط میایم اینجا میگیم امیدواریم این اتفاق بیفته، امیدواریم اتفاق بیفته، ولی هیچ اتفاقی هم نمیفته. هر دوربینی که در داخل زمین قرار داره باید اگر رو سپایه باشه، من تلفن همراه رو عرض نمی کنم یا دوربینه عکاسی که بینه رو حالت فیلم گرفتن، هر دوربینی که روی سپایه قرار میگیره باید یک خروجی تصویر بدن به اتاق وی آر، مگر اینکه اون دوربین در کنار زاویه دوربین صدا سیما یا دوربین وی آر قرار بگیره. خب آخه اینجوری نمیشه که مثلا تو همین بازی یه صحنه اتفاق میفته، یه هندی اتفاق میفته، داور تو اون صحنه اصلا هیچ کاری نمیتونه بکنه. اگه به چپ بزنه جاش که درست بود، بگیم به چپ بزن زاویه رو که دستو نمیدید، به راست بزنه، یه مدافع هم دسته آقای سیلوا پشتش کور کرده بود، بعد اون وقت هیچ دوربینی هم این تصویر رو نمیگیره، بعد از بازی وی آر آچمز میشه. چرا؟ چون یه دوربین اون پشت هست داره تصویر رو خیلی به وضوح نشون میده، میگه بفرما داورتون اشتباه کرد. خب این قشنگ نیست اصلا به نظر آقای توتونچی. داور بنده خدا این خنده تلخ من از گریه غم انگیز تر است، تمام زحمتش کشید. ولی خب دو تا بازی رو ما بررسی کردیم، دربی شمال و خیبر و گلگهر. الان سراغ زباهن و آلومینیوم میریم که 4 تا گل داشت آقای بله. فرزاد منصوری و تیم داوریشون. بله خب اینجا سوال ما از شما اینه که خطا نبود بچه خب. فولادشهر الان اگه دقت بکنین داور یه لحظه پشت به صحنه است تا میاد به چرخه بازیکن افتاده، اینجا بازیکن مدافع با دست خطا میکنه و اینجا قطعا خطاست و بهتر بود که داور عزیزمون این صحنه رو خطا اعلام میکرد. خب داور عزیزمون از دست داده صحنه رو، کمک یک دو داور نه چهار. نه اینجا جایی نیستش که کمک اصلا هیچ کدوم اینا نه خیلی جای دخالت نیست. صحنه بعد خطا، کارت نداشت. دو تا سوال از شما پرسیدیم، خطا به نظر من اصلا خطا نیست که بخواد کارت داشته باشه. خطا نیست، نگاه کنی بازیکن سفید خیلی درست و صحیح توپو دفع میکنه و این بازیکن زبان کجا رو هم گرفت، این اصلا اونجا برخوردی به نظر نمیاد اصلا خطا نبودی بخواد کارت داشته باشه. این بازی خیلی صحنه داره، آقای امیر عرب براقی، آقای علی اصغر مؤمنی و تیم داوری آقای عرب براقی تراکتور فولاد رو قضاوت کردن. من خیلی دوست دارم اصلا تک تک داورا و کمک داوری بیاد، ولی صحنه چون سری میره دیگه من میگم تیم داوری. اینجا نه برخورد عادی بود، یه برخورد نرمال طبیعی فوتبال بود که هیچ خطایی هم اتفاق نیفتاد و ادامه بازی تصمیم درستی بود. با این حال وی آر داشت چک میکرد. درست آقای بله. عرب براقی بله کاملا درست بود. روی این صحنه در محوطه جریمه که ادامه بازی اعتقاد داشتن پنالتی، اما ادامه بازی آقای عرب براقی تشخیص دادن تصمیم درست ایشون، تصمیم درست ایشون هم یک زاویه دیگه ناخه هیچ خطایی رخ نداد. شیری هم میگه آقا هیچی نشدن. این صحنه این صحنه صحنه اول روی دروازه‌بان خطا میشه، متاسفانه داور اعلام نمیکنه. خب و در ادامه مدافع رو نگاه کنین با پای چپ
توپو میزنه با پای راست دیگه اجتناب ناپذیره برخورد میکنه، اول مدافع است که توپو میزنه چون یه تصویری هم از پشت دروازه داره این. اما بیاین فرض کنین که این صحنه اصلا پنالتی بود، این اصلا خطا نیستا، ضربه دروازه است ولی داورم اینجا کرنر گرفت، شما فکر کنین این اصلا پنالتیه. خب فاز قبل از این اتفاق خطا رو دروازه اون اتفاق افتاده بود، یعنی اگه داور اعلام پنالتی میکرد پنالتی رد میشد توسط وی آر، چون وی آر داشت. بله چون میومد اصطلاح بهش میگن ای پی پی، یعنی فاز قبل از حمله. فاز قبل از اینکه اون تیم حمله کننده بتونه، مظفری زاده هم اونجا هستن قطعا میتونن توضیح بدن و توجیه کنن هوادارا که آقا این رفت تو فاز ای پی پی. بله بعد دیگه ای پی پی کلین نیست و لذا داور میاد خودش خطا روی گله رو اعلام میکنه. خیلی هم بریم سراغ صحنه بعدی. اینجا هم که قشنگ مدافعی که یه کارت زرد داره، کارت خیلی زرد باید دومه. بله درست بود، کاملا جایی هیچ تردیدی وجود نداره و داورم خیلی قشنگ این صحنه رو به درستی تشخیص میده و ایشونو با کارت زرد دوم جنبه. کارت زرد دومش رو میگیره و اینجا دیگه باید مراقب باشه دیگه، زاویه های عرب براقی هم مناسبه، کامل میتونه صحنه رو ببینه، اصلا جایی هیچ حرف و حدیثی هم نمیمونه، یه حمله موثر تاثیر دیگه فنی صحبت نکنیم، بخش داوریه. فردا نگن آقا توتونچی فنی داره صحبت میکنه در مورد تیم ما متهم بشیم، ما 33 اونجاست دیگه، اونجا خطا نبشه. بله بازیکن 33 بود رو دستت آقای ایگور. خطا. خب این یکی از گل‌هایی بود که سینا اسدبگی هیچ اتفاقی هم خطا نشد، اصلا بازیکن مهاجم وایساده، هیچ اتفاقی هم هیچ کاری هم روی دروازه‌بان که منجر به اعلام خطا بشه رخ نمیده. آفساید هم که نیست، نه به هیچ عنوان. و گل، گل کاملا صحیحه، پس سلیمانی خطا نکرد. نه خیلی، پس گل صحیح بود. بله کاملا، خیلی هم خوب. بریم سراغ صحنه بعد. هند نبود. من توی همین صحنه قبلا عرض کرده بودم، موقعی که یک بار این صحنه رو من دیده بودم گفتم اون ضرب توپ که از مدافع جدا میشه اگه دقت بکنین به سر خورده، چون اگه به دست بخوره میفته جلو پای خود مدافع. آها. توپ اینقدر شتاب نمیگیره به سمت مخالف حرکت کنه. پس چجوری الان منم یه لحظه ببینم یه با عزیزابیه این بهترین زاویه رو داور داره و اگه دوربین پشت دروازه وجود داشته باشه اینجا این شایبه به وجود میاد که توپ مدافع با دست خورده، ولی اگه به دست بخوره جلو پاش میفته سمت راست دیگه نمیره. آها خب پس تشخیص شما اینه. بله. ما هم احترام میذاریم. آقای احمد محمدی بازی پرسپولیس چادرملو و وی‌آر آقای بنیادی آقای فر. بله. بنیادی فر. بله. آقای داوودزاده، آقای سیفی، آقای حیدری هم تیم داوری. بله. گفتم کامل. دقیقه 63 VAR فعال شد و اینم تأخیر این که اسم آقای بنیادی فر اومد به خاطر اینکه دقیقه 63 بود فعال شد. اینجا معتقد هایی که کارت برای کی؟ برای نه بازیکن شما علی پور کنی... پاشو میذاره رو پای راست. اینجا میگفتن خطا رو مدافع انجام داده، ولی در اصل این خطا رو داره خود آقای علی پور که به مهاجم پاشو با استوک میذاره روی بله. پای مدافع راست. بله. مدافع چادرملو کاملا مشخص، اینجا خطای مهاجم، پس خطای مهاجم. بله میتونست آوارم کارت بده، پس میتونست کارت بده 100% زرد. بله چون مچ به بالا نبود زرد. اینجا هم چون VAR وجود نداشت پس میرن روی حالت عادی و نرمال باید داور قضاوت کنن بدون مکس کردن. اینجا که اصلا جامعه کمک داورم جاش خوبه، جاش خیلی بد نیست، نمیشه ایراد بگیریم، شاید اون بازیکنی که جلوشه دید و کور کرد، ولی کلن اصلا آنالیزش اشتباه. آها. خیلی از پشت حرکت کرد. پس آفساید نبود. نبود اشتباه کرد، بگیم جنبندی آفساید نبود. اینجا هم خطا نبود، شانه به شانه هم دارن حرکت میکنن مدافع و مهاجم، یعنی برخورد فوتبالی. بله کاملا و جوان مردانه. بله این آقای کنانی زادگان قبل مصدومیت ادامه تیم ملی رو از دست داد و ادامه بازی رو اورونوف هم که گفتیم قبل از که بازی شروع بشه تو گرم کردن مصدوم شد. اینجا این خطا با پای چپ روی پشت خیلی خطای بدی آقا، خیلی درد داد. بله خیلی جای حساسی هم هست، اینجا قطعا افتار داشت این حرکت. اونایی که اینجوری استوک رفته اگه هم که داور کارت زرد و بله آشیل. بله آشیل داورم خیلی خیلی هم نرمه دوستان، آشیل رایجه بالای کف پا، پشت پاشنه یه ذره بالا، پشت پاشنه یه ذره بالا. دقیقا خیلی درد داره تو داورم رایجه. اینجا نه این کارت نداره، یه خطای ساده. بله نه شدتی داشت نه بی‌ملاحظگی بود، فقط پیشروی بود. گولسیانی در ادامه یه خطای دیگه میکنه، اینو برای همین این صحنه رو درست. پس نه این نیاز کارت نداره. نه. یه برخورد نرمال، یه خطای ساده، فقط خطا ساده.
صحنه بعد رو ببینیم. قطعاً اینجا کارت داشت. اینجا. قطعاً کارت داشت. البته نه کارت قرمز، کارت زرد، چون از روبرو نیومد، شدت نداشت، فقط ایشون پاشونو آوردن بالا. با زاویه 90 درجه مدافع ضربه سعی میکنه به توپ بزنه که جنبندی کارت زرد بی برو برگرد. کارت زرد بی برو برگرد. بله. اما اگه با استوک میزد تو صورت ایشون قضیه فرق میکرد. متشکرم ممنون. مصر رفسنجان، شمس آذر، آقای محمد رضا طارق، بهمن عبداللهی، امین قدیری و سید حسین حسینی. داور چهارمی نسبتی با سید حسین حسینی در زبان استقلال ندارد. تشابه اسم و فامیلی است. بریم سراغ صحنه بعد. بازی بعد پنالتی درست بود. اینجا صحنه اول از پنالتی در صورتی که اصلا همون بازیکنی که روش شما دارین بحث میکنین برای پنالتی در موقعیت آفساید قرار داره. این بازیکن اصلا تو آفسایده. کمک داور متأسفانه جای خوبی نداره. نگاه کنین الان اون بازیکن یک متر تو آفساید، کمک داور عزیز اونجا وایستاده. حتی این صحنه در ادامه پنالتی نیست چون مدافع فقط پاشو میذاره روی زمین. الان این زاویه دو تا اشتباه. بله اونجا نگاه کنین مدافع شماره 5 ستون فرمودید. بله ایستادن اونجا. بله. و اینکه یه لحظه آدم بعضی وقت ممکنه دچار شوک بشه، بخواد تمرکز کنه، حرکت نکنه، ولی بهتر که حرکت کنه. حالا شغل آدم آتششان هم اگه یه لحظه تمرکز داشته باشن یه اتفاق بد میفته دیگه. بله. با جون مردم. بله. آقا یه سری شغلا خیلی نیاز به تمرکز بالا داره. خدمت شما عرض کنم مثل رفسنجان گفته آقا اگه امکان داره یه دونه هم برای ما وی آر بزنید یه دفعه. خب اینجا دروازه‌بان زودتر به توپ میرسه، ضربه میزنه و بعدش مهاجم با ایشون برخورد میکنه و کاملا خطای مهاجم به درستی توسط داور اینجا اعلام شد. پس درست بود. بله. خطا روی دروازه‌بان. اینجا دروازه‌بان. دقیقاً. کارتی که نه نیازی به کارت نیست چون از دستش به عنوان ابزار استفاده نمی‌کنه برای صدمه زدن. فقط برای پریدن استفاده می‌کنه. و حواسش هم کلاً مهاجم به توپه که بتونه با سر به توپ ضربه بزنه. بریم سراغ صحنه بعد. آفساید درست بود. خب ما نیاز دوربین روی خط داریم. بازیکن مثل رفسنجان تک به تک میشه اینجا. اینجا که گیرنده مشخصی سنگام زننده و اینجا چی؟ خب اینجا اگه بازی میداد خیلی بهتر بود. من با ادامه بازی موافقم. نه اگه بازی میداد ما دنبال اشتباه. من از دید خودم میگم ادامه بازی آفساید تک نیست. تک به تک داره میشه آقا. بله. مثل رفسنجان بازیکنش. این آفساید نیست. پس آفساید نیست. نیست. اشتباه کمک داور اول. بریم سراغ صحنه بعد. این زاویه نشون نمیده که توپ به دست مدافع خورده، ولی چیزی که من از این زاویه میبینم و از این دوربین تشخیص میدم دست مدافع جمعه. مگر اینکه مثل بازی هوادار استقلال دستش باز و اینا. بله. خیلی هم خوب. بریم استقلال خوزستان، سپاهان، آقای پیام حیدری، فرهاد فرهادپور، حمید نادری و شوبه. پیام حیدری این بازی رو قضاوت نکردن، آقای زاهدی فرق قضاوت کردن. کمک یکیشون هم کسی دیگه، چون پرواز انجام نشد. نه پرواز انجام نشد به بچه‌ی ما نگفته بودن. بله. از این به بعد ما خواهشمونه که بچه‌ی ما بگن که بله پرواز لغو میشه منطقه غرب. بله. خب این گیرنده مشخص نیست. گیرنده مشخص نیست. زننده رو ما می‌بینیم ولی گیرنده رو من نمی‌تونم. از رو سایه هم که اصلا درست نیست کارشناسی کنیم چون با توجه به سایه تصدیق ممکنه... بهترم نداشتیم. اما خب دو... کمک داورم جاش درسته آقا. نه کمک داور جاش درست نیست. کمک داور جاش نیست ولی پرچم زده. ما محترام می‌ذاریم. بله. به همه داورا و کمک داورا. اینجا خطا نیست. مدافع فقط توپو زد. فقط توپو زد. اگر مهاجم توپو می‌زد جدا می‌شد و خیلی میتونست این موقعیت حمله خوبی برای مهاجم شکل بگیره، ولی اینجا مشخصا توپ زده و ادامه بازی به نظر من تصمیم درست. بله بله. بریم سراغ صحنه بعد. تو محوطه جریمه اینجا هند درست داور که خیلی به صحنه نزدیکه آیزادی فر و دست راست مدافع رو اشاره میکنه داور که لحظه ای که افتاده زمین با دست راست اینجا که خطای داور نمیره با دست راست. بله اینجا توپو با دست لمس میکنه. لمس میکنه. بله. مشخصه تو تصویر. بله. دقیقا نزدیک آقای زاهدی فر و در نهایت تصویر درست رو هم میگیرن از این اینا. این زاویه خوبیه. بله همینجا توپو با دست یه لحظه مشخصه. بله. بریم سراغ این صحنه. دابو پنالتی درست بود؟ من شبیه یاد یه بازی خودم افتادم که کمک داور بودم تداعی شد این صحنه. کلن این صحنه از همون حرکت اول مشخص بود که یه دایوی بس شیرجه‌ای بس مهاجم سپاهان و میخواست متقاعد کنه که روش خطا اتفاق افتاد. به تیر خورد و آقای مرایس هم گفت خوشحال شدم. خوشحال شد. اصلا نگاه کنیم دروازه اون اصلا هیچ کاری نمیکنه. خود مهاجم با پای راست داره خودشو برخورد. اصلا یه شبیه سازی و اخطار به مهاجم.
زاویه داورم خوب بود، من تعجب میکنم چه جوری این پنالتی رو اعلام کرد. تیر خورد. اصلا نحوه افتادنش رو نگاه بکنی. چرا؟ متوجه شده VAR نیست. گرفت. آقای سید رضا مهدوی، آقای فرهاد مروجی، محسن سلطانی، سعید رحیمی و آقای کوپال ناظمی، هوادار استقلال. بازی آخرمون. خارجی‌ها میان سری ایرانیزه میشن. اینجا آفساید درست بود؟ این گل بله آفساید بود، بالاتنه مهاجم در موقعیت آفساید قرار داشت. کمک داورم به درستی اعلام کرد. بله. از همین زاویه مشخصه که جلوتره. بله. تو این بازی متأسفانه دوربینه VAR با تأخیر صورت گرفت و آفساید نشد. من راجع به این صحنه داشتم صحبت می‌کردم. همه می‌دونیم پنالتی بوده. بله، همه می‌دونیم پنالتی بوده. ولی تو این صحنه الان از همین زاویه همونطوری که بیننده‌ها می‌بینن، VAR می‌بینه، چی رو تشخیص بده؟ ولی چی به داور بازی میگه؟ من یادمه که تو چون بازی رو داشتم مستقیم می‌دیدم، گفت آقا به نظر توپ به دست، یعنی گزارشگرم از اون زاویه دیده، احساسه. شما یه لحظه، ولی با احساس شما نمیتونی قضاوت. شاید داور با احساس قضاوت بکنه، ولی VAR وقتی که تکنولوژی هست، VAR فعال نبوده؟ چرا فعال بوده، ولی اون دوربینای لازم رو نداشته که بتونه تشخیص بده. اینجاست ببینید یه سری نقاط کور هستش. یه سری نقاط کور هستش. فلسفه VAR بذاریم، من همینجا الان جاش توضیح. چقدر زمان فلسفه VAR؟ 30 ثانیه. من خدمتتون عرض می‌کنم. همکاران محترم شما میان دوربینا رو کار می‌ذارن. ولی بفهمم. چشم. دوربینا رو کار میذارن، ولی در حدی که بخوام مسابقه رو پوشش بدن. VAR یه سری نقاط کور داره، پس لذا باید خود اون تجهیزات VAR شامل دوربینه باشه که بتونه نقاط کور رو پوشش بده. تلفیق این دوتا میشه VAR. وقتی که اون دوربینا وجود نداشته باشه تو نقاط کور، فقط دوربینا صداسیما باشه، میشه همین فیلم. بعد از بازی در میاد بیرون که میگن تصویر واضحه داره نشون میده که پنالتی رخ داده و داور VAR نتونستن چیز کنه. متشکرم از توضیحات شما. بریم سراغ صحنه بعد. اینجا پنالتی درست بود؟ بله. اینجا دیگه VAR رفت و گفتم بله دیگه. اینجا VAR رفت. اینجا دیگه VAR رفت. بله. خب مشخصه چون دروازه‌بان بی احتیاطی میکنه. حسین حسینی بعد از بازی تو میکسون گفته که اصلا خطا نکرده. ببینید نظر معتقد بود که زیرشو خالی کرده، در حالی که مهاجم هیچ کاری نکرد و همدست خودش بود. و شما اگه دقت کنین در لحظه آخرم با دست راست مهاجمو میگیره برو کنار، یعنی پرتش میکنه و میگه میخوام برم توپو بگیرم. شما اگه درست بود. بله این پنالتی دیگه. آسد آقای ابوالفضلی اعتقاد دارن که دست تو گذاشتی و برو شما نگاه کنین گره، بعد تازه با دست راست هم ایشونو داره هولم میده که مثلا برو کنار، من میخوام ادامه گلری رو انجام بدم. خب خطای دیگه. خطای دیگه بس از نظر آقای ابوالفضلی. خیلی متشکرم. سلامت باشید. ممنون از شما. تشکر میکنم. ما 10 دقیقه قبل اشاره کردیم که آقا توی چند روز گذشته صحبت از آقای فرهاد مجیدی شده، بچهای زحمتکش و سخت‌کوش من در تحریریه شبهای فوتبالی گفتن و اینکه حالا من یه بار دیگه بگم قطعا سرمربی استقلال ایرانی نیست. دوستان خیلی متشکرم و ممنونم. یه سری میزنیم به همکارانمون در پخش شبکه تلویزیونی ورزش رو برمیگردیم. بفهم. خیلی متشکرم از اینکه شبهای فوتبالی رو تماشا میکنید. سلام میکنم به آقای نیما نکیسا، مدیر عامل محترم باشگاه ریشه‌دار زباهن. بفرمایید. سلام جناب دکتر چی. سلام عرض می‌کنم. شب شما بخیر. عرض سلام دارم خدمت ملت شریف ایران. ان‌شاءالله شب آرامی داشته باشن در کنار خانواده‌هاشون. متشکرم. ما مشخصاً در مورد شهر زباهن شما رو روی خط برنامه شب‌های فوتبالی دعوت کردیم. از الان 7-8 دقیقه فرصت داریم. می‌خوایم در مورد شرایط زباهن ازتون بپرسیم. آقای نکیسا بفرمایید. ابتدای عرایزم اجازه میخوام ابراز تأسف کنم نسبت به عصری که در اون عصر زندگی میکنم که باعث میشه که شاهد جنایات عجیب غریبی باشیم. در این قساوت و سنگدلی کودکان و مادران دارن جونشون از دست میدن. انشالله که دنیای آرومی داشته باشیم الهیام. و اینکه هر مادری در آغوش بچهش باشه و هر بچهی در آغوش مادر و هیچ قانونی، هیچ قساوت و سنگدلی نیاد که این قانون خانواده رو از هم بپاشه. عرض کنم خدمت شما که خالصانه از زحمات تمامی اعضای محترم هیئت مدیره، مدیریت عامل کارخونه و پرسنل محترم و زحمتکش باشگاه تشکر میکنم و صمیمانه عذرخواهی میکنم بابت این نتیجه‌ای که به دست اومد. اما خب بالاخره دلیل داره. شما تا هفته شش شما این نکیسا باخت نداشتید، اما دو باخت متوالی در دو بازی. چرا وای توتون چی؟ قاعدتا این باید ریشه‌یابی میشد و ریشه‌یابیش اما در
به دو تا نتیجه رسیدیم. یکی این که به حال استعداد دارید که تیم ما 6 هفته خارج از خونه بازی کرده بود، یعنی بازی پرسپولیس، بازی هوادار، بازی خیبر و بازی فولاد، در نهایت حالا 5-6 هفته بیرون، خستگی خیلی زیاد، و در نهایت رویکرد دومش این که این وقفه هایی که نسبت به بازی تیم ملی به وجود اومده و اون شیرازه تیم رو از هم میپاشه. اما مضافاً برای اینکه خب بالاخره ما تمام تلاشمون رو کردیم از زمانی که بنده افتخار خدمت در باشگاه بزرگ زباهن نصیبم شده، تمام تلاشم مبنی بر این بود که این باشگاه رو به جایگاه واقعی خودش برسونیم و بتونیم بالاتر ببریم، که خدا رو شکر پارسال و در سالی که اولین حضورم بود، به اتفاق همکارانم، به اتفاق سرمربی خوب و فهیم و با دانش تیممون آقای ربیعی که خب به حال یکی از مثال زدنی ترین سرمربیان حال حاضر لیگ کشور هستن، تونستیم به این مهم دست پیدا کنیم که پنجم لیگ بشیم و این به نظر من بسیار شروع خوبی بود. اما در ادامه فصل و در شروع فصل امسال ما دچار یک نوساناتی شدیم که این نوسانات باعث شد که ما یه جاهایی یک اتفاقاتی برامون بیفته که شاید امروز نتیجه، البته من جا داره که تشکر کنم از تمامی کسانی که این روزها رو در کنار ما بودن، دلداری دادن، قوت قلب دادن نسبت به آینده، و انشالله که شاهد حضور پرقدرت‌تر تیممون در آینده لیگ باشیم، چون یک نقاشی که میاد شروع میکنه به نقاشی کردن، قاعدتاً همه باید یه صبوری داشته باشن تا آخر نتیجه گیری این نقاشی رو تماشا بکنن. آقای نکیسه عذرخواهی میکنم، ما چون فرصتمون کمه دو تا نکته رو من بپرسم در تایید. زنده باشید. شما در صحبتاتون اشاره کردید که حمایت میکنید آقای ربیعی، پس احساس نارضایتی از سمت شما وجود ندارد و آقای ربیعی مورد حمایت مدیر عامل باشگاه زباهن 100% هستن؟ 100% همینطوره. خب. ببینید، ما در دنیا شاهد نتایج عجیب غریبی هستیم در فوتبال، اصلا یکی از جذابیت‌های فوتبال همینه. اما الان نمیخوام توجیه کنم این نتیجه رو. ما تمام تلاشمون رو داریم میکنیم که بهترین نتیجه رو بگیریم، هوادارانمون رو خوشحال کنیم، دقیقاً شرایطی به وجود بیاریم که باب دل هوادارانمون باشه. اما از اونجایی که ما باید میتونستیم به تیم خوب و منسجم آلومینیوم گلی بزنیم و موفق نشدیم که این اتفاق رو رقم بزنیم، اونها از شرایطی که براشون پیش اومد بیشتر استفاده کردن، بهتر استفاده کردن، و جای تبریک هم داره. و چقدر خوبه که ما یاد بگیریم در عین اینکه یک به حال رقابتی رو بازنده میشیم، احترام بذاریم به طرف مقابل و بگیم که اونها خیلی خوب بودن و واقعا هم تیم آلومینیوم یکی از بهترین روزهاش بود. تبریک میگم مجددا. اما ما هم زباهن هستیم، در کنار خودمون هوادارانی داریم که بسیار متعصبن و بسیار دوست داشتنی هستن. من تحسین میکنم آقای نکیسا در تایید فرمایش شما، باز عذرخواهی میکنم تو کلامتون میام. خلاص. تیم کمبودی نداره؟ جانم؟ تیم کمبودی نداره، جانتون میبلا. چرا؟ قاعدتا وقتی بودجه اندک باشه شرایط مقدار میره به سمت سازندگی. جناب آقای توتونچی، تا به هر حال سازندگی هم تاوان داره، یه خورده صبوری لازم داره، آزمون خطا لازم داره. در صحنه که برادر عزیزم جناب آقای ابوالفضلی فرمایش فرمودن که هیچ برخوردی اتفاق نیفتاد، من خواستم خدمتتون عرض بکنم که تو همون کنتکتی که اتفاق افتاد، تو همون برخوردی که اتفاق افتاد، آقای چاپارادزه رباتش به شدت و مینیسکش به شدت آسیب دید و من خیلی تعجب کردم که ایشون این صحنه رو خطا ندیدن. اما ما ادامه مسیر رو قطعا با قدرت بیشتری جلو خواهیم رفت و مطمئن باشید که شاهد حضور یک زباهن پرقدرت‌تر در ادامه لیگ خواهید بود. آقای محمدرضا سلیمانی، آقای نصیرزاده اظهار نظر کردن، نگاه شما، نظر شما؟ ببینید، من احساسم برای اینه که با احترام خیلی زیادی که برای همکارانم در فدراسیون فوتبال قائلم، چون من خودم رو جزی از اون فدراسیون میدونم، یک پارادوکسی در صدور آرا وجود داره. پرونده محمدرضا سلیمانی دقیقا شبیه به پرونده آقای بیرانونده، همون فتح یک طرفه، همون اتفاق و همون شرایط که وکیل باشگاه زباهن هم پیگیر این ماجرا هست. حکم اولیه میاد مبنی بر
4 ماه محرومیت و پرداخت 5 میلیارد تومان جریمه. در نهایت میره استیناف، استیناف کلن رأی و رد میکنه و میگه که نه اتفاق خاصی نیفتاده و اون بازیکن فصل یک طرفش به خاطر این بوده که میخواسته بره تیم نظامی بازی کنه. بعد استیناف اومده حکم داده، پینوشت داده زیر همون حکم کمیته انضباطی رو که بازیکن بعد از دوران خدمتش مجدداً باید برگرده به تیم زباهن، در صورتی که شاید اون لحظه استثار کامل نداشتن که بازیکنی که فصل میکنه تحت هر شرایطی چه به درست چه به نادرست دیگه از اون تیم جدا شده و این جدایی اتفاق افتاده و الان باید رأی صادر میشد مبنی بر صدور جریمه، صدور به حال حکمی که در خور شأن و جایگاه فوتبال کشورمون باشه، که عرضم همینه دیگه. این تناقضات صدور رأی بعضی موقع ها یک جب شانتاج رو به وجود میاره در رسانه ها و در اهالی فوتبال. در مورد چمن ورزشگاه فولادشهر، چمن ورزشگاه فولادشهر ما 26 روز زمان داشتیم از زمان ابلاغ فدراسیون مبنی بر میزبانی بازی ایران قرقیزستان که ورزشگاه رو ببینید. در یکی از برنامه هایی که از همکاران محترمتون که دوستای مشترکمون هم هستن فرمایش فرمودن که 50-60 میلیارد تومان بابت یک چمنی که تبدیل بشود به ویمبلی لندن یا آلیانس آرنا. ما چیزی که خدمت دوستان و هواداران و اهالی فوتبال عرض کردیم که 26 روز ما زمان داشتیم که کل ورزشگاه رو احمد اسکوربورد، اون سیستم آبیاری مکانیزه و کلیه اون المان‌هایی که تبدیل می‌کرد یک ورزشگاه رو به یک ورزشگاه A کلاس فیفا، 26 روز زمان داشتیم که من خالصانه تشکر می‌کنم از تمامی همکارانم که سه شیفت شبانه روز کار کردن تا تونست این ورزشگاه رو برسونن. اگر تفاوت رنگی می‌بینید فقط صرفا به این دلیله که تیکه برداری شده و لوله ها از زیر زمین کارگزاری شده برای آبیاری اتوماتیک و ما از بانک چمنمون چمن آوردیم. بله خب قاعدتا چون چمن چمن گرمسیری هست، چمن سردسیری هست و در فصل گرما و دمای بالای 45-50 درجه آسیب میبینه و ما هم فشاری به چمن آوردیم بابت تمرینات و بازی ها و شرایطی که به وجود اومد و بر ما گذشت، امروز شاید هستیم که با وجود این فصل تغییر فصلی که به وجود اومده قاعدتا خب داریم به سمت سرما میریم و چمن ما شرایط بهتر از گذشته پیدا خواهد کرد. آقای نکیسا، ما به دفعات گفتیم عمدتا کسایی که تو بالاترین سطح فوتبال جام جهانی بودن، به حال ملی پوش بودن، میان حالا تو حوزه فنی ورود نمی‌کنن، میان تو حوزه مدیریتی. این اتفاق خوبیه، چون بعضن دوستان میشینن نقد میکنن آقا چرا مدیر فوتبالی نیست، چرا مدیر ورزشی نیست، مثلا مدیر اقتصادی میارن، مدیر مثلا سیاسی میارن، هنری میارن، بعضن دیده شده. مشخصا میخوام این سوالو بپرسم چون میدونم شما ظرفیتتون بسیار بسیار بالاست و همیشه صبورانه پاسخگو هستید. یه جای هوادارهای زباهن توی بازی اخیر اشاره کردن آقا به حیاکن رهاکن ها. خب اینم آقای نکیسا خسته نمیشه، ناامید نمیشه از اینکه به عنوان یک فوتبالی که میتونست تو فضای فنی ورود کنه حالا اومده تو فضای مدیریتی و شاید بعضی وقتا از این چیزا بشنوه؟ من با افتخار ایرانیم، با افتخار ایرانیم، من مال همین سرزمینم، من بچه این سرزمینم و برای من اصفهانی و ترک زبان، خراسانی، گیلکی، مازندرانی هیچ فرقی نمی کنه. همه قومیت ها، همه عزیزانم، همه هموطنانم پاره تن منن. اگر من امروز اینجا، دوستانی هم از سیستم مدیریتی اصفهان در شهرهای دیگه دارن فعالیت می کنن، از عراق دارن در همدان کار می کنن. این مرزبندی ها باعث جدایی بین ما خواهد شد، مضافر بر این که ما تمام تلاشمون بر این بود که بتونیم با یک شرایط بهتر، با یک بودجه‌ای که کاملا مشخصه و نسبت به تیم‌های دیگه خب اصلا قابل رقابت نیست، بتونیم با دانش سرمربیمون، با توان و غیرت بازیکنانمون و اون توانایی که کادر فنیمون دارن و اون حس مسئولیت پذیری که پرسنل زحمتکش باشگاه دارن بتونیم موفق شیم. پارسال هم در رشته‌های مختلف تونستیم در رده‌های قرار بگیریم که قابل دفاع و قابل افتخاره برای ما. بله. و اینکه باشگاه زباهن بعد از چندین سال به مکان پنجم جدول رسید، این هم باعث افتخاره. اما اینکه امروز چمن ورزشگاه
تبدیل بشه به یک المانی برای این که ما بخوایم یک سری کارها و یک سری تلاشها رو نادیده بگیریم، این به نظرم خیلی بی‌انصافیه. که من باز به سبب اینکه در ابتدای فضای مدیریتی قرار دارم، یه مقدار باید ظرفیتمو به شخصه ببرم بالاتر. بله. و این رو بدونم که من باید پاسخگوی هوادار باشم با بهترین شرایط، با در کمال آرامش و با کمال احترام. خیلی متشکرم آقای نکیسا، برای شما آرزو موفقیت میکنم و مجموعه ریشه‌دار زباهن. خدا نگهدار شما. همچنین خدا نگهدار. ما لیست تیم ملی اعلام شد، بررسی کنیم و بعدش احتمالاً یه ارتباط تلفنی خواهیم داشت. بفرمایید. اشاره کردم که در مورد عمق ترکیب تیم ملی فوتبال کشورمون می‌خوایم صحبت کنیم و آقای امیر قلعه‌نویی با توجه به نگاه ویژه‌ای که به بازیکنان داره، این نفرات رو برای دو بازی پیش رو در مهر ماه دعوت کردن. آقای عیزا بیرانوند، آقای پیام نیازمند و آقای حسین حسینی، آقا سید حسین حسینی، سه نفری هستن که در درون دروازه ایشون به حال دعوت کردن. صالح هردانی، آریا یوسفی سمت راست، سیستم 4-2 دیگه، یه جورایی دیگه. به هر حال کنونی زادگان که مصدوم شد، محمد دانشگر، محمد مهدی زاره، شجاع خلیزاده، علی نعمتی، میلاد محمدی، حافظ جلالی خط دفاعی ما رو تشکیل میدن. یه خط بریم جلوتر، محمد کریمی، محمد قربانی و سامان قدوس، سعید عزت اللهی، امید نورافکن و جواد حسین نژاد، محمد جواد حسین نژاد، علی رضا جهانبخش، علی قلی‌زاده و محمد محبی، این برای مهدی ترابی و مهدی قائدی، مهدی طارمی، امیرحسین حسین زاده، سردار آزمون و شهریار مقالو. توی این ترکیب آقایان اینجوری درست‌تره، مقانلو، قدوس و قائدی برای اولین بار فکر کنم توی تیم اماراتی اتحاد کلبا دعوت شدن به تیم ملی. پیشتر اون موقعی که یه حجم زیادی از بازیکن‌های ملی پوش ما حوالی سال 96 تا 98 بود، 1996 میلادی دارم میگم، تا 1998 که جام ملت‌های آسیا در امارات بود، اون بازی 6-2 ایران مقابل کره جنوبی در باشگاه آل مکتوم، و بعدش هم که جام جهانی 98، اون مقطع زمانی خیلی از بازیکنهای ما مورد توجه لیگ امارات قرار گرفتن. یادم نمیاد که مثلا بازیکنی مثلا از یک تیم سه تا بازیکن به تیم ملی دعوت شده باشه، یادم نمیاد. ولی خب الان این اتفاق افتاده، اتحاد کلبا سه بازیکن عرض کردم، آقای مقانلو، قدوس و قائدی، 6 بازیکن از سپاهان اصفهان، 4 بازیکن از تراکتور تبریز، عرض کردم 3 بازیکن از اتحاد کلبا امارات، 2 بازیکن از شباب اهلی و استقلال و 1 بازیکن هم این تیم ها دارن، نماینده پرسپولیس، گلگهر، رستوف، اینتر میلان، آقا مهدیمون، دینامو ماخاچقلعه و فولاد و ملوان و لخ پوزدان و اورنبرگ. اینا نفراتی هستن که به حال یه بازیکن هم بدون تیم داریم دیگه، سهمیه تیم ها در لیست تیم ملی. عزیز جهانبخش به حال باید منتظر باشیم، حالا یه سری صحبت ها هم شنیده شده، شنیده هاست دیگه عمدتاً. یه بخش عمل کرده لژیونرهای اماراتی تیممون رو ببینیم، برمیگردیم ارتباط تلفنی خواهیم داشت. بفرمایید. خیلی متشکرم. ما می‌خواستیم با بازیکنان تیم ملی فوتبال کشورمون در ازبکستان ارتباط داشته باشیم، اونطوری مرتبه به خاطر شرایط زمانی برای بچه‌ها تو تمرین بودن و تا سوار شدن برسن به محل اقامتشون تو ترافیک سنگین گیر کردن و عملاً این اتفاق و این شرایط مهیا نشد. قطعاً تو برنامه‌های پیشوری این اتفاق رقم خواهد خورد. سلام می‌کنم به آقای حامد مؤمنی، معاون محترم دبیرکل فدراسیون فوتبال، وقتتون بخیر. جناب آقای توتونچی سلام، عرض ادب خدمت جناب عالی و بینندگان محترم برنامه صفحه فوتبالی، من هستم در خدمت. زنده باشید. چون وقت کمه، در مورد شرط بازی ایران و قطر توضیح میدید کار به کجا رسیده، چی کار کردیم؟ بله خدمت رو عرض کنم، بعد از نامه‌ای که امروز از فیفا دریافت کردیم، خب فدراسیون فوتبال سریعا پاسخش رو برای فیفا و ایفتی ارسال کرد، یعنی اینکه ما اعتراض خودمون رو اعلام کردیم به این تصمیم فیفا برای جابجایی بازی ایران و قطر، و با توجه به اینکه حالا از ما خواسته شده که
گزینه دیگه‌ای رو مطرح بکنیم. پیشنهادی که به فیفا دادیم این بود که بازی رفت تیم ملی ایران و قطر با بازی برگشت جابجا بشه. در حقیقت بازی هفته بعد رو در دوحه برگزار بکنیم و بازی برگشت رو که 15 خرداد سال آینده قرار بود در دوحه برگزار بشه ما در ایران بازی بکنیم از تیم قطر و منتظر دریافت پاسخ فیفا خواهیم بود. یعنی تمام تلاشی که الان مجموعه فدراسیون انجام داده این بوده و منتظر جواب فیفا هستیم. بله. اینو شما میدونید بهتر از من دیگه که مردم دوست دارن از حق میزبانیمون دفاع کنیم. یعنی هرجوری هست این اتفاق در خاک خودمون بیفته. دقیقاً این موضوع بهش اشاره شده، تاکید شده که ما در حال حاضر هیچ دلیلی وجود نداره برای اینکه بخوایم بازی رو خارج از ایران انجام بدیم. در نامه رسمی که زدیم اشاره کردیم که در حال حاضر پروازها هم برقرار هست. دقیقاً اینکه تیم ملی نوجوانانمون از قطر برگشت و یک لاین خارجی به کشور برگشتن. ملی خودمون امروز به تاشکند سفر کرده و واقعا دلیلی وجود نداره برای اینکه این اتفاق بیفته و حالا باید ببینیم که در نهایت تصمیم فیفا چه خواهد بود و کی قراره تکلیف مشخص بشه. فکر میکنم انشاءالله فردا صبح ما پاسخ فیفا و ای اف سی رو خواهیم داشت و بعد باید ببینیم که حالا بقیه مراحل کار به چه شکلی خواهد بود. خیلی خوب. استقلال نماینده ایران هم با النصر رقابت خواهد کرد. تکلیف اون چیه؟ داستان چیه؟ اون قراره کجا برگزار بشه؟ کشور سالس؟ تو کشور خودمون؟ نه خیر، هیچ نامه‌ای در این خصوص دریافت نشده و تا این لحظه که من در خدمت جناب علی هستم تمام هماهنگی‌ها انجام شده که در تهران انشاءالله میزبان تیم النصر باشیم. بعد اخیراً آقای دنیامالی وزیر متعلق به وظیفه جوانان با یکی از مسئولان بلندپایه قطری نشست داشتن، صحبت کردن. می‌خواستم ببینم آیا استفاده شده از این ظرفیت؟ صحبتی شده که قطرم راضی بشه برای این جابجایی جایه که ما 15 خرداد سال آینده میزبان باشیم، اینا الان میزبان باشن، یعنی قطری‌ها الان؟ بله، خدمت رو عرض کنم از این ظرفیت هم استفاده شده، رایزنی با طرف قطری هم انجام شده، ولی خب در نهایت فیفا هستش که در این خصوص تصمیم گیر هست و ما همچنین اشاره کردیم که هیچ دلیلی الان وجود نداره که این پیشنهاد بخواد رد بشه، چون که استادیوم های استاندارد به تعداد کافی در دوحه وجود داره، هتل های 5 ستاره کافی هستش و همچنین کانکشن های پروازی به تعداد برای ناظران و داوران برای تیم ملی خودمون هم وجود داره و واقعا این گزینه خیلی قابل انجام و منطقی هستش. خیلی هم خوب. پس من حسم اینو بهم میگفتش که مثلا بین خودمون ایران و قطر خودمون قضیه رو حل کنیم، پس نه یه مقام بالادستی که فیفا اون باید در نهایت نظر بده. بله، در نهایت تصمیم گیری متشکرم. ولی ما خودمون مذاکراتمون رو با فدراسیون قطر هم انجام دادیم و این پیشنهاد رو باهاشون مطرح کردیم. متشکرم از آقای حامد مؤمنی، از شما خداحافظی میکنم. ما جمعه ساعت 20 برنامه داریم و حتما در مورد تیم ملی صحبت خواهیم کرد. برنامه‌ای که تقدیم شما شد حاصل تلاش دوستان زحمتکش و زحمتکش من در شبکه ورزش بود. خدا نگهدار.